بینندگان عزیز، با سلام به شما که از تلویزیون مردم روی وبسایت ما رو تماشا میکنید و با سلام خدمت دوستانی که از طریق فیسبوک مردم تیوی ما رو تماشا میکنن. اجازه بدید فیسبوک خودم سوربی رو هم به قول معروف از اینجا شیر کنم. دوستان که کم لطفی میکنن یا همت ندارن، اقلا خودمون این کار رو برای خودمون انجام بدیم، خودمون که میتونیم. خب اسم این برنامه هست سوربی با مردم. بعضی ها میگن آقا اگه سوربی با مردم، خب تلفن ها رو باز بذار ما زنگ بزنیم. نه آقا، باز گذاشتیم. 20 سال 18 سال عمر خودمون رو تلف کردیم، دیدیم اصلا طرف یه سیگاری کشیده، یه موادی زده، هی میاد موضوع برنامه رو عوض میکنه، میره یه جای دیگه و اینا. گفتیم نخواستیم. گفت چی؟ مرا به لطف تو احتیاج مرا به لطف تو احتیاج نیست. نمیدونم، خلاصه یه چیزایی اینجوری دیگه. مرحمت فرموده ما را مس کنید، از زر بودن خسته شدید. خب دوشنبه ها آدم یه کم تنبله، با این خبرهایی که تو آمریکا آدم میشنوه دیگه بدتر. 3 تا انفجار یه جا، یعنی تو 2 تا شهر اینها، منظورم یه قسمت 3 تا انفجار بوده. یک جای دیگه یک نفر اهل سومالی 9 نفر رو اگه اشتباه نکنم با چاقو زده، بعدم یه پلیس اونجا بوده، یه پلیسی که در حین خدمت نبوده. اتفاقا این خدمت و وظیفه رو من باید برای آقای محسن نادری نژاد توضیح بدم، زمینی که تشکر میکنم از آقای آریانپور که این رو برای من توضیح دادن. خیلی از ماها متوجه نیستیم خدمت چیه، وظیفه چیه. مثلا آقای محسن نادری نژاد تو برنامه چرا زنیم، تو بعد از برنامه خودم امروز پخش میکنم، میگه که اینها وظیفه شونه. نه آقای نادری نژاد، وظیفه هیچ کس نیست. شما حقوق بهشون میدی، به خواننده حقوق میدی که وقتی میره روی صحنه بیاد راجع به سیاست صحبت کنه. وظیفه خواننده در قبال کسی که بلیت خریده اینه که براش آواز بخونه، براش غر بده، براش برقصه. به این میگن انجام وظیفه، یعنی در قبال یک پولی وظیفه انجام میده. حالا اگه دلش خواست خدمت انجام بده، اون دیگه بستگی به خودش داره. شما نمیتونی به این دلیل که خودتو همسرت میری 4 ساعت وای میسی کمک میکنی به افراد گرسنه، به یه نفر دیگه بگی وظیفه تو اینه که بیای کمک کنی. اون موقع وظیفهش میشه که 20 دلار 50 دلار 100 دلار بهش بدی، بگی 4 ساعت همراه ما بیا کمک کن، بیا خدمت کن، بیا انجام وظیفه کن. ولی میتونی به دوستات تو مهمونی بگی اگر شما هم میخواین بیاین اونجا خدمت کنین. یک کمی باید با هم گپ بزنیم، ایشون در سفر الان، وقتی برگرده با هم چیز میکنیم. خب این دوست ما سم عزیز مثل که از فیسبوک بیشتر استفاده میکنه تا اون تلفن دستی و اینها، ولی این تلفن چقدر راحت شده. من خودم دیروز داشتم برنامه WTOP نیوز رو گوش میدادم، بهش میگم call to listen، یه شماره تلفنی هست، شما به اون شماره تلفن زنگ میزنید. این روزا هم که بیشتر این تلفن ها چیز هست، به اصطلاح دیتا مجانیه. بذارید ببینیم این دوستمون کیه. بله، هوشنگ ترسو میخواد رو خط صحبت کنه یا پشت خط. هوشنگ جان سوربی هستم، تلویزیون مردم، بفرمایید. اگه میخواید پشت خط صحبت کنید نفرمایید، هیچی نگید، قطعش میکنم دوباره زنگ بزن. عذر میخوام، من میخواستم که برنامه شما رو ببینم، در حال با اینترنت ببینم. من خداحافظ. بله قربانت، خدا نگهدار. و میتونی با تلفن هم حتی گوش بدی. ممنونم. او ببخشید، فکر کردم قطع تموم شده. در صورت این هوشنگ ترسو همشهری من هست و خیلی از این بابت خوشحالم. هم محلیمون هم هست، بچه لب آب هست. قدیمی ها تو شیراز به لب آب میگفتن لب او، ولی الان دیگه فکر نمیکنم کسی بگه او میخوام، نون میخوام. یعنی بعضی هم که میخوان ادای شیرازی ها رو در بیارن، همینجا معلوم میشه که اینا شیرازی نیستن. در هر صورت ممنون و متشکرم هوشنگ عزیز. اجازه بده که من یه شماره تلفنی هم نشون مردم بدم، حالا که شما زنگ زدی
سبب خیر شدی، ما این شماره رو هم به مردم نشون بدیم، بگیم که اگر میخوان میتونن با این شماره تماس بگیرن، چون شماره قبلیمون عوض شده. حالا همین الان هم این خانم سینه هاش انداخته بیرون، وا ویلا. بفرم خب اینه کامرای دو، برای که حواس شما هم با این سینه های این خانم یه وقت پرت نشه خدای نکرده، ببرمتون فقط روی این اینجوری. بله ببینید دوستان، پایین شماره تلفن یک که از انگلستان میتونید تماس بگیرید، اگر فرید عزیز یه دفعه تماس بگیره ببینید چه جوریه ممنون میشم. اون بالا که با سفید توی مشکی نوشتین شماره تلفنیه که میتونید گوش بدید برنامه‌های تلویزیون مردم رو، و بیشتر رادیو تلویزیون‌ها این کار رو انجام دادن و به اصطلاح الان شما میتونید call to listen، یعنی زنگ بزنید تا گوش بدید. و اما سه تا انفجار، یک حمله با چاقو، مظنون دستگیر شد. این کلمه مظنون که اینجا suspect بهش میگن خیلی کلمه خوبیه، چون ما باز مثل آقای نادری نژاد که خدمت و وظیفه و اینها رو قاطی میکنیم، متهم و محکوم و مجرم و اینا رو هم همه رو قاطی میکنیم هرچی دلمون خواست. یه نفر در مزان اتهام قرار میگیره، یعنی این مظنونه، بهش شک میکنن که این کار رو انجام داده. طرف به پلیس تیراندازی کرده، یواش یواش هم تو خیابون راه میرفته که اونا بزنن بکشنش. اینا چند تام ویدیو دارن، میدونن که این بوده، ولی هنوز نمیگن که این مجرمه، میگه مظنون. همین الان که با شما صحبت میکنم میخواستم اتفاقا CNN براتون روشن بذارم، بذارید اینجا بهتون نشون بدم روی این کامرا. میتینگی هست، همه این بزرگان قوم آمدن از شهردار نیویورک. باورتون میشه شهردار نیویورک مقامش از فرماندار نیویورک، چون میدونی هم اسم ایالت نیویورک، هم اسم یه شهرش نیویورک، بعض وقتا هم آدرس می‌نویسن نیویورک نیویورک. آره اون شماره تلفنه 1234 نمیدونم هرچی اون دیگه کار نمیکنه، لابد شماره خوبی بوده دادنش به دیگران، نمیدونم. بله این الان براتون اینو ریفرش میکنم ببینید که روی چیز چه خبره. دارن باز دوباره اون بمبگذاری نشون میدن. این کلمه هست میبینید دوستان، بامبینگ سسپکت کپچر، کپچر یعنی دستگیر شد، الایوم یعنی زنده، افتر شود اوت یعنی بعد از تیراندازی. گرفتن آقا رو نشون دادن روی برانکار، چون چیز بود بردنش. خب خیلی ها میگن آقا خب اینو میزدید میکشتید که دیگه ما نخواهیم پول بازجویی و نگهداری و اینها بدیم. اتفاقا همین شهردار و رئیس پلیس و اینها گفتن که ما خوشحالیم که این زنده دستگیر شده، به دو دلیل، هم بتونیم محاکمش کنیم، هم بتونیم شاید برنامه های دیگه ای رو که دارن مگر یک گروهی باشن اینها بتونیم چیز کنیم. البته میدونید الان این آقا رو میبرند یه جایی و خدا میدونه دیگه چه خبره این روزا، و شکنجه هم تو دوره آقای بوش بود، هم توی دوره اوباما هست و از بین نرفته. ضمن این که افرادی مثل آقای جان مکین میگن شکنجه هیچ کاری نمیکنه، فقط چیزی که شما میخواین اونها بهتون میگن که دست از سرشون بردارید. ولی یه فیلمی من دیدم که یه مش اسیری مال جنگ جهانی دوم رو گرفته بودن، با اینا اینقدر با مهربونی، با لطف، با محبت خدمت کردن که اونها هر چیزی میدونستن آلمانی بودن، به اصطلاح اینها گفتن و حالا فیلم بود یا حقیقت بود نمیدونیم. از طرفی همین الان که صحبت میکنیم آقا همه خبران نیویورکه، UN Assembly، General Assembly، این کلمه اسمبل کردن یعنی به هم وصل کردن، گذاشتن رو هم، نمیدونم به فارسی چی میشه. هر سال UN Assembly انجام میشه، UN General Assembly توی ماه سپتامبر هست.
همه اینهایی که عضو United Nation یا سازمان ملل هستن جمع میشن، یکی نخست وزیرش میاد، یکی نمیدونم وزیرش میاد، یکی رئیس جمهورش میاد و صحبت میکنن. امروز یا همین اینها هم آقای اوباما به عنوان آخرین بار دیگه، چون نیستش، بعدا نوامبر انتخابات میشه، ژانویه میره سراغ کارش و آخرین صحبتشو میکنه. به نظر میرسه که آقای روحانی هم رئیس جمهور ایران اینجاست، اونم میخواد صحبت کنه. معمولا ما تا سال قبل آقای حسن اجلالی رو داشتیم، وقتی میرفت بعد که میومد یه ریپورتی تهیه میکرد، نداریم. حالا اگه دوستان کسی اونجا هست یه ریپورتی از اونجا، یه گزارشی برای ما تهیه کنه. وقتی میگم دوستان، مجاهدین هم اونجا هستن، ولی مجاهدین وقتی میرن اولا یه سری تو خیابون با کمونیستا و اینها دعوا میکنن، بعد یه سری با طرفدارای جمهوری اسلامی یا همراهان اونها دعوا میکنن و من نمیدونم حقیقتش. هنوز یکیشون حاضر نشده به من جواب بده که از این رفتن و خرج کردن چه حاصلی تا الان نصیبتون شده. ماشینای بزرگ کرایه میکنن، روش پلاکارتای بزرگ که خود این پوسترها پوستر نیست، اینا بیلبورد هست، انقدر گرون هست که نگو، میچسبونن توی نیویورک، میچرخن و فلان اینها. حالا چی شد؟ احمدی نژاد این همه جنایت کرد، این همه اعدام کرد، این همه کشت، این همه وضع اقتصادی ایران رو خراب کرد و شماها 8 سال رفتید اونجا فوش دادید، چی شد؟ بیان بگید آخه بابا جون. این کارنامه که فکر کنم وقتا میگفتن بیلان، من اصلا نمیدونم کلمه بیلان انگلیسیه فرانسویه، نمیدونم. آمریکایی‌ها که میگن ریپورت، شما بیا گزارش بده، حالا مثلا year end report آخر سال یا quarterly report ماه سه ماهه، بچ بیا گزارش بده، بگو آقا نگاه کن ما چون رفتیم اون موقع اینها 50-60 نفر میومدن با هواپیما، ولی از ترس امروز 120 نفر میان. اونا که از خداشونه، هرچی گشنگدان با خودشون ور میدارن میان اینجا خرید فروشگاه ها، بعد هم میرن اونجا فیس و افاده. یعنی دیگه فقط طرفداران پادشاهی نیستن که میتونن فیس و افاده کنن. صحبت از طرفداران پادشاهی شد، از آقای سعیدی ممنونم. آقای سعیدی باید با ما یک کمی مهربون‌تر باشی. میگه ما زیاران چشم یاری داشت. شما وقتی یه پیام میذاری میری، من اون روز هم یه قسمتشو پخش کردم، ولی بعدش باید اینتراکتیو، یعنی من می‌نویسم، من میگم، شما جواب بدی، اینجوری باشه. شاید یه دلیلی که شما نتونستی مردم رو جذب کنی، جلب کنی، همین بود که وقتی یه نفر جواب نوشت شما جوابش ندادی، خب دیگه جواب نمیده. ولی یه نفر جواب میده، شما با اون جواب میدی، نفر دوم میاد یا طرف اونو میگیره یا طرف شما رو میگیره، حالا شما میشید دو طرف یا اون میشه دو نفر، همینجوری اضافه میشه. در صورت و اما درباره طرفداران پادشاهی، از خانم نیر عزیز ممنونم، ایشون برای من نوشته که آقای سوربی شما ظلم کردی، آقای شاه این همه در سال زحمت میکشیدن و 15 روز بذارید دوستان من این عینکم رو پاک کنم، اینجا بارون میاد، رفتم بیرون نامه ها رو بیارم، عینکم لکه های بارون، میدونید بارون ازوت و اینا روش داره، وقتی خشک میشه اون املاح چیز میشه مثل آب گچ و اینها روی عینکتون جا میندازه. و بله، خانم نیر برای من نوشته که شما ظلم کردی، گفتی که این پادشاه ما، این آقا گلی چرا هی میرفته سوئیس و میرفته نمیدونم جنوب فرانسه، ایشون سالی 15 روز میرفته اسکی، این همه کار میکرده. بابا جون، خانم عزیز، خواهر گرامی، من میگم مملکتی که خود شماها میگید وضعش اینجوری بوده بد بوده، رضا شاه کارنوال نباد را مینداخت، محمد رضا شاه خارج نباید میرفت، که نمیخوام بگم شما، ولی حتما میشناسید تو فامیلتون، دوستانتون، آدمای عقب افتاده‌ای که چون پادشاه رفته جنوب فرانسه منم باید برم، چون پادشاه رفته سوئیس اسکی، این آبلی و جاجرود و نمیدونم چی کجا اینا رو ول کنم. دیزن بود چی بود، یه چیزی بود، این آقای بهمن باتمان خیلی درست کرده بود، بلنشم برم اونجا. من دارم اینو میگم، پولی که باید تو مملکت خرج میشد، اونها شما فکرش بکن اگه شاه میمد یاسوج اسکی، چه پیست اسکی اونجا میساختن. اون وقت سوربی هم که یه دبیر ساده‌ای بود،
میگفت بلند شیم بریم اینجا که شاه اومده اسکی، اصلا نگاش کنیم ببینیمش. خب اقتصاد اونجا راه میافتاد. من حرفم اینه، شما این حرف من میگید بر علیه کسی که مرده و اینها عمل سیاسیه، باید ساواک بیاد منو دستگیر کنه. خب خدا رو شکر ساواک نیست. بابا بذارید حرف بزنیم، اگه ناحقم میگیم مردم چیز میکنه. البته ایشون روش خوبی داره، میگه من هر وقت شما حرف ناحق میزنیم میرم یه چایی آرام بخش میخورم. حواستون باشه به تبلیغای این چایی ها که این فشار خون تو پایین میاره، این آرام بخش و اینها دقت نکنید. خیلی از اینا مثلا اون چای آرام بخش اومده یه قرصی هم زده داخلش که شما وقتی هم میخوری واقعا آرام میشی، ولی مثلا داری استامینوفن میخوری، تاینالول میخوری، ادویل میخوری، الیو میخوری، ضمن این که شما رفتی سراغ چایی که آسپرین و نمیدونم این چیزها رو نخوری. مواظب باشید گول تبلیغ رو نخورید و چشماتون رو باز کنید، گوشاتون هم باز کنید. خب این ماجرای دستگیری و اینها اینو بعدن چهارشنبه احتمالا بیشتر میفهمیم. در اصل یه پسر جوونیه که 28 سالشه، اصلیتشون از افغانستان آمدن اینجا شهروند شده، نه به وسیله اینکه اینجا دنیا آمده باشه، رفته چی میگن برخواست داده شهروند شده و اینها. و خیلی جالبه، اولا میگه که توی بار یا نزدیک یه بار گرفتنش، حالا نمیدونم از پریشت تاله که این انفجارها رو انجام داده، اینم مثل اون یکی رفته اونجا نشسته. میدونی اونا رفته بودن کلابای لختی، اینجا بهشون میگن چی بهشون میگن خدایا، اینایی که استریپتیز میکنن لخت میشن و اینها، گوگو دنس یه چیزای اینجوری رفته بودن اونجا قبل از اینکه برن هواپیما رو منفجر کنن شب قبلش. این آقا مثل که رفته بوده یه باری، بعد پشت بار خوابیده بوده، یه نفر دیدتش گزارش داده گفته آقا این شبیه اینی که شما تو تلویزیون میگید، پلیس هم آمده و بعدم میخواسته که شوتش کنن بمیره. حالا چرا بمیره؟ دوستان اینا از یه فرهنگ دیگه اومدن اینجا، دو تا حق انتخاب دارن، انتخاب هم نیست بیچاره، دو تا شانس دارن، یا اینکه خودشونو با فرهنگ آمریکایی عجین کنن و عوض بشن، از این فرهنگ خوبیاشو بگیرن، خوبیا فرهنگ خودشونم بریزن داخلش یه آدم خوب بشن، یا از این فرهنگ بدیاشو بگیرن، بدیای خودشونم بریزن توش یه آدم بد بشن. این حالت یکیش دو قسمت داشت. حالت دوم یا اینکه گوشه‌گیر بشن، مثلا همش تو کامیونیتی خودشون باشن، وست وود بره تو کالیفرنیا خرید کنه، نمیدونم با جلسات ایرانی بره، فیلم ایرانی بره، سینمای ایرانی بره، دوستاش ایرانی باشن، ببخشید ایرانی نه، حالا تو این کیس افغانی باشن. و این آقا حتی مثلا خواهر خودش رو هم میزده، اصلا پلیس که اینو یک بمبی که منفجر نشده اثرات انگشتش و دی ان ای و اینا روش بوده، مال من و شما رو که ندارن که، شاید چراشون شهروند شدیم دارن، آگه نمیگفتن اون وقتا. در هر صورت حالا کی باشه که تا دنیا اومده این یه تیکه دی ان ای بردارن دیگه راحت تا آخر اون معلوم باشه. خلاصه از روی این دیگه زودپز و اینها که منفجر نشده بود این آقا رو شناختن، به دلیل اینکه پرونده داشت. یک جوون 28 ساله افغانی چرا پرونده داره؟ برای که خواهر خودشو زده. حالا چرا خواهر خودشو زده؟ لابد خواهره برعکس این اومده وارد این جامعه شده. چند سال پیش توی همین شهر یه آقای افغانی با قیچی زن خودش و خواهر خودش رو زده بود کشته بود، اگه اشتباه میکنم، حالا یه چیز داستان اینجوری. در هر صورت اینا هم حقیقتا قربانی هستن. بعد آمریکا یه چیزی داره بهش میگن 15 minute fame یعنی مثلا تو 10 دقیقه شما 10 دقیقه مشهور شدن. طرف برای این کارو میکنه، بعدم فوری یه چی بود میگفت فلانی دهنش وازه برای فلان هوایی، اون آیسیس هم وایساده، هر کسی هر جایی یه کاری کرد اونا بگن مال ما بوده. اصلا این ممکنه تا الان نتونسته یه تماسی هم با آیسیس بگیره، نمیدونم، شاید هم مسجدی که میرفته، شاید هم. در صورت اینا آدم های بدبختی هستن. آقای مینویی هفته قبل چهارشنبه یه حرف خوب زد، گفت داشتم رادیو گوش میدادم روز 11 سپتامبر و یه نفر زنگ زد به اون ایستگاه رادیویی و گفت که این 11 سپتامبر کار خود آمریکایی‌ها بوده،
طرف گفت اوکی آقا شما درست میگی، اگه کار خود آمریکایی‌ها بوده چجوری تونسته این افراد رو قانع کنه که برن خودشون رو بکشن، عملیات انتحاری انجام بده؟ واقعا اینم سوال بزرگیه، چجوری مجاهد میتونه یک کسی رو مجبور کنه بره عملیات انتحاری انجام بده، خودش رو بسوزونه؟ البته این دوستان میگن قرار نبوده طرف خودش رو بسوزونه، قرار بوده کبریتو که میزنه روشن که میشه بیان بریزن روش و اینها یه پول یه سوختگی باشه. گویا دوستان گفتن خب حالا بذار یکم دیگه بیشتر اینجا آمریکایی‌ها میگن ولدان بشه، بیچاره رو سوزوندن، حالا همه عمرش گردنش و اینها چسبیده و هم نمیتونه تکون بخوره. در اصل قانع کردن این که شما میخوای به یک کسی بگی 2 سال بیا انجام وظیفه، 3 ماهش آموزشی، 3 ماه بعدش هم تخصصی، 18 ماه اسلحه به دستت میدیم و برو شاید یه طوری بشه، طرف ناراحته، ولی به یکی بگی بیا برو بمیر، بمب من به خودت برو بمیر، چه جوری میتونی نمیدونم. ولی در رابطه با 11 سپتامبر خیلی ویدیوها هست که دیگه کم کم صدای خود آمریکایی‌ها هم در اومده، مخصوصا بعد از اون ماجرایی که 28 صفحه از تحقیقاتی که انجام دادن اینها دولت بوش و بعدم اوباما حتی به زور حالا آزادش کرد و خلاصه اوضاع خیلی خرابه. از این اوضاع خرابتر اوضاع انتخابات آمریکا. خانم هیلری کلینتون اون روز اتفاقا با آقای آریانپور گفتم آقای آریانپور مثل کم کم این امید شما که خانم هیلری کلینتونه داره کمرنگ میشه و امید اون تندروهای مثل این آقای آرمن ساگینیان، مثل حتی بابک هروی، اینها داره پررنگ میشه، چون مردم عصبانی هستن. و شما خیلی هم ساده است، ببین شما وقتی یک کسی عصبانیه، مثلا معلم نمره یه شاگردی رو کم داده، این شاگرد عصبانیه، دوستش میاد میگه بریم ماشین اینو بزنیم پنچر کنیم یا بزنیم شیشهشو بشکنیم، چون عصبانیه مغزش درست کار نمیکنه میره. الان مردم آمریکا عصبانی هستن، عصبانی هستن از فامیل بوش، عصبانی هستن از دوره نیکسون، عصبانی هستن از دروغایی که دولت به اینها میگه. هی هم میگن we the people، آقا کجا دیگه we the people، ما مردم، کدوم مردم، کدوم مردم؟ هر کسی میاد تو انتخابات شرکت کنه اگه پول نداره همون اول باید بره، هر کی پولداره، دروغگوه، کلاشه، پدرسوخته است، به ترتیب پولدار بودنش، پدرسوخته بودنش، کلاش بودنش میمونه تو این. اونی که مثلا 50% کلاشه تا نیمه انتخابات میمونه، اونی که 75% تا نمیدونم یه چهارم چی میگه بعد نهایی و نیمه نهایی اینا یادمون رفته دیگه اینجوری. بعد اونایی که کلاشتر و پدرسوخته هستن تا آخر میمونن. الان 2 نفر مونده، یعنی شما میتونید بگید توی حزب دموکرات کلاشترین، پدرسوخته‌ترین خانم هیلری کلینتون، توی حزب ریپابلیک کلاشترین، پدرسوخته‌ترین، بی‌حیاترین این آقای دونالد ترامپ هست. اصلا دروغ میگه رو خودش هم نمیاره. حالا بعد از 8 سال جونش بالا اومده میگه که اوباما توی هوایی دنیا اومده، بلا فاصله میگه که من اینو شروع نکردم، هیلری کلینتون شروع کرد، من تمومش کردم. دروغ محض. اصلا تو هیچ صحبتی، تو هیچ نوشته‌ای مال اتفاقا دیشب اندرسون میگفت، کوپر گفت اصلا همچین چیزی نیست، ولی این انقدر دروغ گفته که شما هم دیگه میدونی وقتی برات عادی بشه انقدر دروغ بگه. گفتم میتونم دوستون تعریف کرد، گفت یه پسری دارم گاهی وقتا راست میگه گاهی وقتا دروغ میگه و این آدم گیج میشه دیگه نمیدون چی. ولی یکیش هست که انقدر دروغ میگه که دیگه من میدونم. به هر صورت نمیدونم این آقای ترامپ اعصاب ما رو واقعا داغون کرده، دمیج و داغون. و خدا کنه این 50 روز دیگه مونده، چقدر 8 نوامبر که تموم بشه تکلیفمون معلوم بشه. در هر صورت اوضاع انتخابات هم به این وسیله. من از خانم ماندانا عذر میخوام که اون روز وقتی اسمشون رو گفتم به اشتباه گفتم مونا و ایشون نوشته بود، البته هیچ فرقی هم نداره. برایشون توضیح دادم که ما یه دوستی داریم، 2 تا دختر داره، دختراش مثل بچه های داداش من هستن، از سالها پیش جزء اولین کسایی هستن که ما تو آمریکا مثلا رفت آمد داشتیم اینها، و مونا و آیما. و
اینه به این خاطر. در هر صورت ممنونم از ماندانا خانم عزیز و اون شعر رو هم همش رو امروز میخونم. اون روز وقتی شعر رو خوندم گفتم قافیه و اینهاش با وجودی که شعر جدیده جور در نمیاد، ایشون گفته بود که بله شما درست گفتی، اول باید قسمت سمت راست رو میخوندی بعد میرفتی سمت چپ، و من این شعر رو توی یک ستون الان نوشتم، نشونم میدم براتون میخونم. امیدوارم که از خوندن من، دکلمه بلد نیستم، راضی باشید. اگه نه بگردید خود فریدون مشیری بیشترین، یعنی بیشترین شعر، خیلی خیلی از شعرهای خودش رو با صدای خودش خونده و چقدر کار خوبی بوده. البته خب ایشون جدیدتر از دیگران بوده، امکانات بوده، ولی اون مهدی اخوان سالس، نیمایوشی، جنام اگه اشتباه نکنم اونها هم هست ولی خیلی کم. در صورت آقای محسن نادری نژاد، چرا زنین بعد از برنامه من دو تا ویدیوی امروزشونه که حدود یک ساعت هست پخش میکنم، شما نظرتون چیه؟ متاسفانه چون این ویدیوها رو هنوز با اون سیستم قدیمی DVD میفرستن و دیجیتال کامپیوتری نمیفرستن، ما باید اینجا دوباره تبدیلش کنیم بعد بزنیش رو یوتیوب، بعد از یوتیوب بگیریمش تبدیلش کنیم بزنیم تو سیستم خودمون. دیگه حوصله شماره تلفن اینها رو بنویسم ندارم. ایشون هم یادش میره که تو برنامهش یکی دو بار شماره تلفنشو بگه یا ایمیلشو بگه یا اون کار قشنگی که آقای فرزاد شبستری میکنه. بابا هیچ عیبی نداره، شما اگر یک چیزی رو مثلا امکاناتش ندارین وسط برنامه روی تیک کاغذی بنویسید، اینجوری نشون بدید این شماره تلفن منه یا این اسم منه. اینجوری حالا یه تبلیغی هم برای این یلو پیج جیبی ایرانیان باشه. در هر صورت این هم از این ماجرا، و اما بریم سراغ برنامه ها ببینیم براتون چی گذاشتیم. و خب This is the address. خیلی ممنون، متشکرم. یک کاری داریم در پنسیلوانیا، آدرسش رو برامون فرستادن، میریم انشالله به خوبی انجام میدیم و هم اونها راضی هم ما راضی. بله این ماجرای چیز رو که بهتون گفتم مجاهدین اینه، مثلا ایمیلشون شما نگاه کنین. اولا خب آقایون مجاهدین، شما مجاهدین، شورای ملی مقاومت هستین، چی هستین؟ چرا خجالت میکشین؟ به اسم خودتون بیاین آگهی بدین. نوشته که thousands to rally، یعنی هزاران نفر قراره برن تظاهر کنن، راه برن، راه پیمایی کنن against حسن روحانی to call for halt in execution. میرن تظاهرات میکنن تو آمریکا با آقای روحانی بگن که اعدام ها رو توقف بدید. و چقدر مؤثر واقع شده تا حالا دیدید؟ دیدید چقدر مؤثر واقع شده؟ سه تا زندانی تو عادل‌آباد شیراز اعدام کردن، برید نگاه کنید رو فیسبوک، یکم برید پایین، آقا مهداد، علی آقا، آقای فیلابی، دیگر دوستدارانی که یا مجاهد هستید یا هوادار مجاهدین هستید، اصلا ضرب المثل داریم، درستش الان یادم نیست. چرا یکیش اینه، میگه آزموده را آزمودن خطاست. اوکی؟ شما 50 سال دارید یک چیزی رو آزمایش میکنید، کبریت رو روشن میکنید، میگیری زیر دستتون، میگی ببینم دستم میسوزه، بابا دستت میسوزه، این دفعه دیگه کبریت رو که روشن میکنی دستت نگیر روش، فقط بزن شمع روشن. اگر یک کاری انجام میدید به هدفتون نمیرسید، بار دوم اون کار انجام بدید به هدفتون نمیرسید، باید عوضش کار رو باید عوض کنید. البته خب بعض وقتا میگن که نه آقا، مثلا یه نفر تو آزمایشگاه داره کار میکنه، یه آزمایش که میکنه اگه به هدف نمیرسه دوباره انجام میده، سه باره، هزار باره به انجام به نتیجه میرسه. اشتباه نکنی، اون درست کار اولی رو انجام نداده، فهمیده به نظرش اشتباه کردم، باید یه لیوان آب میخوردم، این دفعه که آب خورد دیگه گلوش خوش نمیشه. این بله تجربه کردن و آموختن و برنامه عوض کردن بله، ولی همین جوری جلو رفتن میه پروگرام و هی بگیم ما 120,000 تا کشته دادیم، آفرین، مرحبا، رهبرمون قائمه، رئیس جمهورمون دائم رئیس جمهور، بابا برید برید طور خدا برید، حالا برید موفق باشید، انشالله ایران آزاد بشه به زودی، هم همه تون خوب و خوش برگردید به ایران. خب و اما
The National Memo یا داشت ملی، اسم یک وبسایتی، اسم یک نیوزلتر، این نامه‌هایی که می‌فرستن، نوشته Obama's success has driven Republican out of their mind. میگه که موفقیت‌های اوباما این حزب جمهوری خواهان رو دیگه تلافی کرده، دیوونه کرده. آقا ولمون کن، شما هم شدید مثل مجاهدا اینقدر اقرار میکنی. اوباما خواست بگه که ببینید بنزین ارزونه، که بنزین هم الان یه لوله نفت خراب شده، گفت فعلا 20 سنت میره روی هر گالون، یا اینها ولمون کنید بابا. بدبختی این آقای آریانپور قشنگ نوشته بود هر کدومشون میخوان یه چیزی بگن، اگر سفید میبینن سفید، اگر سیاه میبینن سیاه، نمیذارن یه رنگ دیگه این وسط به ما نشون داده بشه. و اما چون در رابطه با تروریست و این ستا انفجاری که خب الحمدلله تلفات نداشته، ولی 29 نفر زخمی شدن، گویا یه نفرم حالش وخیمه. حالا دو تا پلیس توی تیراندازی برای گرفتن این آقای نمیدونم رحامی بود چی بود خان به اصطلاح زخمی شدن. ولی یه پزشک ایرانی آمریکایی برادر داعشی خود را به FBI گزارش کرده است. بذارید من اینو براتون بخونم. میگه که پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا میگوید، بذارید من این عکس این آقا را نشون بدم. من اول فکر کردم پاکستانیه، ولی خب بعد دیدم که ایشون اهل زابل و ایناست و احیانا دیگه اون دوستانم اونجا توی اون قسمت به اصطلاح تقریبا شبیه همون آب و هوای پاکستان و اینهاست. و اینه عکس ایشون رو هم بهتون نشون میدم. یه داستان جالبیه که میخوام نظر شما رو هم در این باره بدونم. پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا میگوید دکتر جبار فاضلی، فامیلی فاضلی، اونایی که تهران بودن اینها، فامیل یعنی پسر خاله بابای من میشدن، حالا نمیدونم اینا هم با اونا رابطه داشتن یا نه، یک پزشک ایرانی آمریکایی ساکن ایالت اورگان، این همشهری آقای محسن نادری نژاد، بگیم آقا برو باهاش یه مصاحبه انجام بده، در غرب این کشور پس از اطلاع از گرایش برادرش به گروه تروریستی داعش و برای جلوگیری از حوادث تروریستی احتمالی مراتب را به FBI گزارش دادند. پایینش ادامه میده، میگه جبار و عدنان فاضلی برادران ایرانی اهل خوزستان هستند. ببخشید من گفتم بلوچستان، سیستان بلوچستان، اهل خوزستان هستند. دکتر جبار فاضلی، فکر کنم این دوستانمون از بس سمبوسه های پاکستانی، میدونید که زمانی که شرکت نفت توی خوزستان بوده و اینها، یه سری پاکستانی هم میان اونجا و اونا چون تحمل گرما رو داشتن اینها مخصوصا سمبوسه های خوبی درست میکردن و لابد این دوستان هم سمبوسه پاکستانی زیاد خوردن. دکتر جبار فاضلی میگه این دوتا برادر هستن، اهل خوزستان هستن. دکتر جبار فاضلی پس از اینکه از دانشگاهی در مجارستان فارغ التحصیل شد به آمریکا مهاجرت کرد و در بیمارستانی مشغول به کار شد. با کمک های این پزشک ایرانی دختر برادرش به همراه خانواده برای درمان به آمریکا آمدند و پس از پایان درمان به ایران بازگشتند. اما در سال 2008 عدنان فاضلی به همراه خانوادهش به آمریکا پناهنده شده و اقامت این کشور را دریافت کردند. پس از مدتی عدنان به خاورمیانه بازگشت و جبار توسط خانوادهش از رفتارهای عجیب وی باخبر شد و پس از اینکه با وی مکالمه‌ای تلفنی داشت اطمینان حاصل کرد که عدنان به گروه تروریستی داعش پیوسته است و سعی کرد تا وی را منصرف سازد، اما موفق نشد. بنابراین جبار تصمیم گرفت تا این موضوع را به مقامات FBI اطلاع دهد. حالا چه چیزی رو من میخوام از شما بپرسم و از شما نظر بخوام. دیدیم که وقتی یک گزارش تلویزیونی میگه که یه پسری
یک جوانی یک کسی رو کشته. من اتفاقا یه دفعه رفته بودم کالیفرنیا توی مهمونی نبود، تو مجلس ختم یه آقایی بود، همه فوش میدادن میگفتن این ایرانی ها رو به FBI میفروخته و اینها، همه موازدن تو مراسمش، ما چون مهمون بودیم ما رو برده بود. اتفاقا اونجا یه خانمی که توی تلویزیون هم بود و اینها همراه یکی از صاحبان تلویزیون آمده بود اونجا، بعد دوستان به من گفتن که اون پسری هست که دختر همسایه‌شون رو تجاوز کرده، نمیدونم کمد کشتتش، گذشتش تو کمد یا تیک، یه چیزی اینجوری. گفتم بله میدونم. گفت این مادرشه. گفتم بیچاره مادرش که اون پسره حالا اون به اصطلاح کار رو انجام. بعدم تو تلویزیون آقای ستار دلدار گویا آوردن پول جمع کردن آزادش کنن پسره رو، میگفتن این بیگناهه، حتی اگه گناه هم کرده اون موقع جوان بوده، از این ماجرا. ولی ماجرا اینه، با خانواده اینها وقتی صحبت میکنی، حتی با همسایه، میگن نه بابا سوربی اصلا به سوربی نمیمد آدم کش باشه، سوربی مثلا قاچاق اصلا بهش نمیمد، البته الحمدلله به ما همه چی میاد. ولی اینجوریه. آیا شما خدای نکرده اگه یکی از اعضای خانوادتون، مخصوصا نزدیکانتون، برادر، خواهر، پدر، مادر، همسر، فرزند، یک کار خلاف انجام بده، شما چه کار میکنید؟ میدونید که یونیبامر که اینجا سالها نمیدونم 15 سال 20 سال دنبالش میگشتن، آخر پلیس نتونست اینو بگیره. ولی این یک منیفست چی میشه؟ منیفست مثل اساسنامه، یه چیز اساسنامه نوشت و داد بیرون، پلیس کاری که اومد کرد این رو چاپ کرد و از مردم کمک خواست. برادرش وقتی این رو خوند گفت این نوشته درست این که برادر من نوشته. خلاصه تماس گرفت و بردن و گرفتنش و اینها. آها بهشون شرط کرد، گفت من اگر بهتون میگم به شرطی که اینو اعدام نکنید فلان اینها، دادستان این قولا رو میتونه بده. بعد گفتن اوکی. بعد گفت برادرم، برادرم گرفتن بردن، دیگه هیچ خبری ازش نیست. یونیبامر اگه یادتون رفته این بود که یک از این کلاهایی که مال لباس گرم میکنن سرش عینک هم میزد، عکسش و اینا رو اون موقع که مثل الان همه جا کامرا نبود، این پسر کامراهای نیویورک و نیوجرسی هم نه، کامراهای نیویورک لوش داده، میگه تو دو تا کامرا نشستیم نگاه کردیم دیدیم همین آقا با این دافل بگ، این کیفای ورزشی که حالا چرخ هم زیرشه دستش بوده داشته میرفته. و چجوری میشه یک نفر تو دو جا که منفجر میشه؟ خلاصه اون موقع این امکانات نبود، از روزنامه استفاده کردن، ماس مدیا یعنی رسانه‌ای که عمومیه. اون موقع روزنامه میخوندن مردم، یه چیزایی بود به اسم روزنامه کاغذی بود میخریدن صبح میخوندن. خلاصه برادرش آمد لوش داد. حالا اینجا این آقای برادر آمده برادرش رو لو داده. البته با یک شوخی میکردم گفت آقا فکر کنم این از بس هی گفته منو ببر دکتر و ببر فلان و اینها، این دکتر ناراحت شده که چرا این کار کرده، اینا بیان آمریکا، اینا رو گزارش داده، گفته حالا تا اینا بفهمن این بیگناهه دو سه سال طول میکشه دست از سر من برمیداره. من فکر نمیکنم هیچ انسانی همچین کاری رو برای یک کسی انجام بده به دلیل اینکه مثلا میخواد کمکش نکن. اینم از این. و شما چه کار میکنید؟ گزارش میکنید؟ اگر گزارش کنیم آیا این همون چیزی نمیشه که خمینی هم گفته بود توی خانوادتون توی فامیلتون اگه یک کسی مخالف دولت بیان گزارش کنید؟ یا این که اون دولت چون دولت دیکتاتوره اونجا باید گزارش بسنن نکنن چون اون آزادی خواهه، و اینجا چون دولت دیکتاتور نیست باید گزارش کنیم؟ آیا به راستی این دولت ها دیکتاتور نیستن؟ آیا اینا روش بهتری نمیتونستن انتخاب کنن که به جای این همه مخارج سنگین نظامی این بچه ها، آدم 28 ساله این روزا بچه حساب میشن، اینا رو یه جوری مشغول کنن که از زندگیش سیر نشده باشه، اینو یه جوری مشغول کنن تربیت کنن که خواهر خودش رو نزده باشه؟ ما نمیخوایم از اینا دفاع کنیم، ولی شستشوی مغزی چجوریه آیسیس با این یوتیوب و اینها میتونه انجام بده؟ شما با این همه مالیات از مردم گرفتن و با این همه دستگاه ها نمیتونید انجام بدید؟ این نشون میده دولت کارش درست نیست. اجازه بدید از آقای بهپور تشکر کنم. خب
دکتر فرهنگ هولاکویی همیشه در برنامه‌هایش ایرانیان خلافکار و معتاد را در لس آنجلس منکر میشه. دکتری که مشاوره میده جلوی دوربین و میکروفون چنین انکار نفرت انگیزی داشته، من اصلا نمیفهمم. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی آدم کشته میگی این آدم نکشته؟ متوجه نمیشه. مثال بزنید، مثلا شما بگید درباره فلان ایرانی این آمد گفت نه اینجوری نیست. مثال بزنید، اسم ببرید، نترسید. مثل من الان توضیح دادم این خانومه که دو پسرش توی آپارتمانشون دختر همسایه رو تجاوز کرده کشته، بعدم گذاشته بوده تو کمد خونهشون اینا بمانه. در هر صورت دوستی برای ما این نوشتر یا ویدیو رو فرستاد که مال بی بی سیه، با این متن: سفر سناتور ایالتی آمریکا به ایران، مردم ایران عاشق آمریکایی‌ها هستن. من نوشتم مگه ما اینجا سناتور ایالتی و ولایتی داریم؟ سناتور سناتوره، اینو دیگه هر کسی که تو آمریکا شهروند شده باشه امتحانشو پس داده، آمریکا 50 ایالت 100 سناتور داره و میفهمه سناتور در رابطه با فرمانداری یا ایالت و نمایندگان مجلس در رابطه با شهرهای کوچیکیه که توی اون هست. این دوستمون گفت آقا دیگه به این میگن ایراد بنی اسرائیلی. گفتم عزیز من این ایراد بنی اسرائیلی نیست، این نشون میده که رسانه های ما بلد نیستن. این کسی که تو بی بی سی انگلستان کار میکنه کسیه که وارد به سیستم انتخاباتی آمریکا نیست. سناتور دیگه ایالتی و ولایتی نداره، سفر سناتور فلانی از ایالت فلان، اینجوری باید مینوشت، نه که سفر سناتور ایالتی آمریکا به ایران، مردم ایران عاشق آمریکایی‌ها هستن. ما هممون میدونیم مردم ایران آمریکایی‌ها رو دوست دارن، اصلا ملت‌ها که دشمن هم نیستن. ولی من یه سوالی از این آقا دارم، شما با چند نفر از مردم ایران صحبت کردی آقای سناتور ایالتی؟ چند روز در ایران بودی؟ اونایی که تو رو اینور اونور می بردن کجا تو رو بردن؟ بردن نماز جمعه که هر چیزی اون طرف شعار میده اونا هم ندیده و ندونسته معنی شعار میدن. اینا علکیه، اینا رو باید بریزیم دور. شما برای من نفرست، منم برای دیگران بفرستم، یا برای من نفرست منم تو تلویزیون بگم. خودتون رو محدود کنید به روزی دو تا، مثلا اگر یه تلویزیون هست دو تا خبر براش بفرستید، اگه یه دوستی هنرمند و نقاشه دو تا خبر هنری براش بفرستید. ولی هر چی برامون میاد برای دیگران بفرستیم. شما نیستی تنها، الان آمریکاییان به این نتیجه رسیدن، فیسبوک میگه دیگه ما یک کلیدی ساختیم که دیگه شما زحمت نکشی، هر چی آشغال برای خودت میاد ما برای دوستات میفرستیم. چرا؟ برای که میشینیم هر چی برامون میاد میفرستیم برای هم دیگه. نمیگیم بابا این 13,000 تا مثل من دوسته، اگر قرار باشه اونا هم 13,000 تا 20 تا ایمیل حالا نمیگم که قهر کنی دیگه نفرستی ها، اینم یه بدبختی ما. اگه گفتیم آقا درستاشو بفرست برای ما، درشتاشو سوا کن برامون بفرست، قهر میکنه، بعدم میگیم آقا کجا بودی نگران شدیم، میگی نه دیگه شما گفت برام نفرست. آقا من غلط کردم، کی گفتم برام نفرست؟ گفتم اگر یه جایی تلویزیون هست، این درست بود، این یکی اتفاقا یه چیزایی در رابطه با تلویزیون بفرستید، ویدیوی فلان خواننده، نمیدونم ویدیوی فلان، بعدم نگاه کنید تو گروه خودتون ببینید یه چیزی رو که میفرستید 50 تای دیگه‌ش هم دوستان برای من میفرستن، همونایی که تو گروه شما هستن. پیامک شوهر بزن، بریم بابا جوک بگیم و بخندیم، چون وقتی حرف حقیقت میزنی بالاخره یکی ازت دلخور میشه. ولی جوک بگی و بخندی و شوخی کنی و اینا، هیچ که ازت دلخور نمیشه، همم دوستت دارن. من اگه بیام اینجا بگم جمهوری خواه، طرفداران سلطنت از من ناراحت میشن، بگم سلطنت، طرفداران جمهوری از من ناراحت میشن. ولی اگه خودم به خریت بزنم هیچ چیزی نگم، دوتاشون من دوست دارن. پس ما خر رو دوست داریم، قبول دارید؟ پیامک شوهر بزن، آروم باش، نترسی ها،
شوهره برای خانمش تکست میزنه که من از پله های اداره افتادم، سرم خورد به نرده ها، بیهوش شده بودم. خانم جهانپور زنگ زده بود به اورژانس و الان توی بیمارستانه، ولی دکترا میگن خونریزی مغزیه و باید چند مدت اینجا بمونم تا آزمایش کنم. ضمناً پای چپ و دنده راستم هم شکسته، ربات آرنجم در رفته، ربات در میره، ربات پاره میشه، پیشونیم تبود شده، گردنم هم پیچیده و لبم هم چاک خورده. خانمش جواب میده که این خانم جهانپور کیه؟ من نمیدونم اینا چجوری میشینن به این چیزا فکر میکنن. اولا اگه کسی میخواد بخشو، حالا جوک دیگه اینه، برای خنده است، ما نمیخوایم اینجا به قول دوستمون ایراد بنی اسرائیلی بگیریم یا ملا نقطه‌ای بشیم. اگه کسی تو بیمارستان میخواد به خانمش تکس بزنه نگران نباشی، برش میزنه که نگران نباش، من یه اتفاق ساده‌ای برام افتاده تو بیمارستانم، اینم شما تلفن، اینم اتاق فلان. نه بعد که خانمش رفت اونجا میبینه ای بابا از در و دیوار بستنش و این آرموس داشته میمرده، اینجوری میگه. البته میگم اینا شوخی. بعد ضمن شما دوستان روزانه چند تا از این ایمیلای میاد که به یه نوعی حقیقتا دارن نصیحت میکنن و تلاش میکنن که زندگی شما رو عوض کنن، با حرفای فیلسوفانه، با حرفای شاعرانه. مثلا این اولی نوشته که جملات انرژی بخش برای اول صبح، 5 قانون برای داشتن یک زندگی شادتر. خودتان را دوست بدارید، همیشه ببخشید، خوبی کنید، مثبت باشید، کسی را آزار ندهید. خب گاهی وقتا باید برای دوستان که اینا رو میفرستن بگیم خب شما که درس حالیته، شما که لالایی بلدی، چرا خوابت نمیبره؟ آخرین باری که کسی رو ناراحت کردید، آزار دادید، منفی بودید، کسی رو نبخشیدید کی بوده؟ خودتون رو دوست نداشتید کی بوده؟ خب احترام برای کسانی است که لایقش هستند، نه طالبش. ببینید درست با اون بالایی مخالفت میکنه. اگه شما آدم خوبی باشی به همه احترام میذاری، دیگه حالا وای نمیسی ببینی که این لایقش هست یا طالبش هست. ترجیح میدهم تنها باشم و با وقار تا اینکه در رابطه ای باشم که به خاطرش لازم باشد عزت نفسم را قربانی کنم. این هم معمولا کسایی که از دوستشون جدا شدن و دلخورن تا دوست بعدی رو پیدا کنن فعلا یک کمی شاعرانه و معنوی حرف میزن. خب ببینین این چی نوشته. کمکی به یک ایرانی کردن، من در کارهای مجاهدین چه ساخته شده ببینم این خیلی طولانیه. آها میگه که من میخوام، این دوست ما سم نوشته، من میخوام عضو گروه مجاهدین بشم. من تاریخچه این گروه را خوندم. سوال من اینجاست، اینجا از بعد اینها از بعد به تأسیس این سازمان چه کار سازنده‌ای کردن؟ کدام کارخانه، جاده یا مدرسه را ساختن؟ چه سازندگی کردن که من عضوشون بشم؟ بجز سابقه خرابکاری یا ترور چه سازندگی دارن که فکر کنم راهشون را ادامه میدهم؟ اگر گفتید پهلوی میتونه، اگر گفتید پهلوی میتونه بگم جاده در زمانش ساخته شد، دانشگاه، مدرسه، اقتصاد خوبی داشتیم، صدها کارخانه و ساختمانهای مدرن ساخته شده. در کارنامه مجاهدین چه ساخته شده چه کمکی به ایرانی کردن؟ 40 سالی که من هیچ چیزی ندیدم. شما چطور؟ اینها که سازندگی بلد نیستن یا سازندگی نکردن، کجا را میخوان آباد کنن؟ نوشتید ابعاد، میدونم لابد داری حرف میزنی این مینویسه و که من بهشون بپیوندم. بیمارستانی در بیرون از ایران ساختن، آخه من به کدام خدمت اینها به خلق فکر کنم که اسم خود را که اسم خلق را رو خودشون گذاشتن؟ گفت جانا سخن از زبان ما میگویی. ممنونم. خب جایی برای رفتن داشتن یعنی خانه، کسی را برای عاشقی داشتن یعنی خانواده، داشتن هر دو یعنی نعمت.
حالا سوال میاد چه باید کنیم ما. انسان‌های ضعیف انتقام می‌گیرند، انسان‌های قوی می‌بخشند، انسان‌های باهوش نادیده می‌گیرند. این که واقعا غلطه. انسان‌های ضعیف میگن خدا تقاص ما را ازش می‌گیره. انسان ضعیف چجوری می‌تونه از کسی؟ منظورتون اینه که یعنی روحاً ضعیف باشه؟ نمی‌دونم. در اصل اینا این نوشته‌ها خیلی هم درست نیست. هیچگاه وقار و عزت نفستان را برای اینکه آدم‌ها برخلاف میلشان دوستتان بدارند و قدرتتان را بدانند، قدرتان را بدانند، زیر پا نگذارید. چشم‌ها بی‌فایده‌اند وقتی که ذهن کور باشد. وقتی در فراز زندگی هستید دوستانتان شما را می‌شناسند. وقتی در نشیب هستین شما دوستانتان. همین ترامپ احمد سالها پیش داشت ورشکست می‌کرد و وقتی باهاش مصاحبه کردن گفت من خیلی از دوستام رو حالا شناختم، حالا که وضعم بد شده و میبینم دیگه با من کاری ندارن اینها، اون موقع که خوب بودم دورم بودم. قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد شرکت کنید. قدرت واقعی یعنی آنقدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار یاوه‌گویی های افراد لاابالی بدون درگیری و مجادله با قامتی افراشته رد شوید. ای کاش تمام اینایی که اینا رو می‌نوشتن اسم خودشونو می‌ذاشتن زیرش تا ما ببینیم اینو کی نوشته، آیا عمل می‌کنه یا فقط واعظان که نمی‌دونم چی در بالای منبر می‌کنن، چون به خل واعظان که این جلوه در محراب و منبر می‌کنن، چون به خلوت می‌روَن آن کار دیگر می‌کنن. شاید هم آنچه که در زندگی می‌خواهم را نداشته باشم، اما آنقدر مورد لطف خدا هستم که همه آنچه که نیاز دارم فراهم است. به همین خاطر شکرگزارم. آنچه را در زندگی می‌خواهم، آدم معمولاً اون چیزی که نیاز داره می‌خواد. اینم از این. آدم‌ها را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید. خب این نشون میده یه آقایی که موهاش هم اینجوریه و اینجا میگن پانک به اینا، یک گلی رو داره به یه دختر خانم کوچولویی میده، ولی عکسش رو روی دیوار اگه نگاه کنید یه فرشته هست. حالا خدایید خود شما یا دوستان، منظورم اون کسی که اینو فرستاده نیستا، شما که میگم شمای جمعی تلویزیونیه، اینجوری هستید؟ آدم‌ها رو از روی قیافه‌شون قضاوت نمی‌کنید؟ هرگز کسی، ما ایرانی میگم آقا اصلا از روز اول من از قیافه این پدر سوخته بدم اومد، اصلا از روز اولم فهمیدم که این کلاش. میگم آقا برو برای FBI کار کن به عنوان قیافه‌شناس. هرگز کسی که پیوسته در حال پیشرفته است را دلسرد نکنید، ولو اینکه آن پیشرفت به کندی صورت گیرد. چشم. دل تنگ شدن برای کسی این نیست که از آخرین باری که او را دیده اید یا با او محبت کرده اید چقدر گذشته است، بلکه دلتنگی آن لحظه است که در حال انجام کاری هستید و آرزو میکنید که کاش او نیز اکنون کنار شما بود. همیشه بیش از آنچه لازم است مهربانی کنید، چون دریافت کنندهش بیش از آنچه که تصورش را کنید با آن محتاج است. دوباره ضد و نقیض با اونا. حالا یه جواب بریم ببینیم طرف لیاقتشو داره، بعد میگه به همه امیدتان را از دست ندهید. هر چیزی به دلیلی اتفاق میفتد، هیچگاه نمیدانید فردا چه خواهد شد. روزهای خوب خواهند آمد. پس اینم امید به سرنوشت و قضا و قدر هست و ما باید بشینیم هیچ کاری نکنیم. اون اینجا بشینیم دستونی، سرنوشت ما از قبل نوشته شده. ای داده بیدم. فقط به خاطر اینکه لبخند از لب کسی در سراسر روز جدا نمی شود به معنای آن نیست که زندگی او بی عیب و نقص است. آن لبخند نشانه است از امید و استقامت. خیلی زیاده، اجازه بدید که برگردیم به استدیوی خودمون و از این دنیای امید و آرزو بیرون بیایم و پامون رو بذاریم رو زمین و با حقیقت و واقعیت زندگی کنیم. بله. راه حل نجات ایران، دوستان، خانم نزهت یحیی‌زاده، آفرین. با یه مشت پیروپاتال مثل آقای دکتر نمیدونم اسدالله کیه، این نصر اصفهانی و سرکار بانو جاله دفتریان و اینها، بالاخره راه حلش رو پیدا کردن. گفتم بابا هنر نزد ایرانیان است و از دو پنج
تو بس بزنن هنرشون میاد بیرون. شما صبرتون گفت گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم. اون موقع تالا قوره بود، حالا له شده، کشمشه خراب شده، نمیتونن بفروشن، میخوان حلوا درست کنن براتون. خانم نزهت یحیی‌زاده ایمیل فرستاده با این عنوان: راه حل نجات ایران، بازگشت امنیت به جهان و داشتن بهترین ارتباطات بین المللی از طریق ایران پرستی. یعنی شما مثل این دوستان در خارج زندگی کن، توی ایران حقوق بازنشستگیت بگی، یه دو تا خونه پدری داشته باش، برو حتی به اونا بگو که من طلاق گرفتم از شوهرم ولی دختر بابامم، حقوق اونم بگیر، بعدم هی بیا بگو جانم و فدای ایران، به خودتم بگو ایران پرست. این راه حلش و اتحاد جهت براندازی و برقراری. ایرانی پیشرو متمرکز با عدم تمرکز اداری برای ایجاد برابری، بازگشت سربلندی و آزادی به ایران. تو رو خدا دوستان، تو رو به طبیعت، این نوشته دو خطی دو جمله‌ای حکایت از نادانی یه شخص نمی‌کنه که بعد از 37 سال نشستن، والا چی بگم، بعض وقتا میگم خدا رو شکر این دوربینا و نمیدونم یوتیوب و اینا یه وسیله شده، بعض وقتا میگم ای کاش اینا نبودن، اگه اینا نبودن، یا ای کاش اینا در دوره خمینی هم بودن، خمینی و دوستاش هم نشسته بودن مثل اینا ایمیل بازی. دیدید چه راه حلی داد؟ راه حلش اینه که ایران پرست باشی. دوم این که از طریق ایران پرستی اتحاد. شما با چند نفر اتحاد دارید؟ من هر کسی رو دیدم شما فوشش میدی خانم نیستم، شما از من بدتر. من اقلا 4 دوست دارم، اسم سعید میارم، اسم آقای خسرو بهرامی میارم، شما که از من بدتر، اسم 4 دوست رو نمیاری. بریم آقا دنبالی. بله، پرژن سکویر، باز دوستمون لطف کرده. پرژن سکویر یه میدانی یا یک جایی رو، حتما لازم هم نیست 4 باشه یا میدون باشه، به نام پارس یا پارسیان گویا توی کالیفرنیا درست کردن. خب این خیلی ساده است، شما بیا توی ویرجینیا برو قرنده، یه دونه تابلو انگلیسی نمیبینی، همش کره‌ایه. برو چاینا تاون، برو نمیدونم یه جای دیگه، مانکنون کجاست، پر اسپانیشه. هر ملیتی که آمدن اینجا بعد از یه چند سال که گذشته، به قول فریدون مشیری، من اینجا ریشه در خاکم، ریشهشو اینجا گذاشته. مثل این مهمونی میری، خانم میگه چقدر قشنگ، فوری صابونه یه تیکه از برگو میکنه میزنه توی آب بد میده، میاری دو روز دیگه ریشه میزنه. ما هم مثل اون هستیم، هی نگیم ریشه من تو ایرانه. اگه ریشه شما تو ایرانه، شما اینجا هستی، شما یه چیز خشکی هستی، اون گیاهی پویاست که دوباره ریشه میزنه، دوباره تو جای جدید، تو خاک جدید، تو طبیعت جدید میوه میده، سایه میده، آب میخوره. بله، برای این دوستون علی آقا نوشتم که این نشون میده که مهاجرین ایرانی هم اینجا ریشه دارن در خاک و شانس برگشتنشون به ایران کمتر میشه. ببینید حسنش اینه که دیگه اینجا داریم شناخته شده میشیم، شناخته شدیم، عیبش اینه. حالا شما میخوای به عنوان عیب نگاش کن، میخوای نگاه نکن به عنوان عیب. آقا مهاجرت چیز خوبیه، حالا چه دلیلی داشته؟ یکی اومده اینجا دیده آقا اینجا خوبه، زمان شاه هم وای سالی دیگه بر نگشت. آقای دکتر مصطفی هروی، حالا یه وقت بابک وقت کنه بیاد صحبت کنه، به من توضیح داد. آقای سوروی شما میدونی من چجوری اومدم آمریکا؟ گفتم حتما اومدی درس بخونی و اینها، بعد که رفتی ایران انقلاب شده اومدی. گفت نه آقا، من دوره شاه وکیل بودم، به هم پول دادن بیام اینجا زندگی اینجا رو یه تحقیقی بکنم برگردم ایران. گفت وقتی اومدم اینجا دیدم آقا ما تو ایران که زندگی نمی کنیم. گفت زندگی کردن من مردن تدریجی بود، هرچه عمر کرد، هرچه نمیدونم جان کند تنم، عمر حسابش کردم. این شعر معروف یا فکر کنم مال یزدی باشه. بله، گفت آقا برگشتم ایران، دست و چی میگن، زن و بچه رو گرفتم، چیزها رو فروختم، اومدم اینجا زندگی کردم. اینم از این. خب دیروز نوشته بودم برای نیویورک و ماجرای زخمی شدن 29 نفر که امروز خبر
خوبی گرفتیم که این آقا دستگیر شده. حالا بیچاره خانواده‌هاش، خب اولا تو آمریکا خوبه که وقتی یک کسی یه حماقت اینجوری میکنه، مردم آمریکا حقیقتا کاری به خانواده‌اش ندارن. بگذاریم از 4 تا به اصطلاح عقب افتاده ردنک که اونا ممکنه تهدیدشون کنن، اذیتشون کنن اینها، ولی اینه حقیقتا اون خانواده وقتی نگاه میکنی میبینی دیگه بدبخت تأثیری نداشته تو تربیت این. براتون گفتم سال اولی که پسر ما اومد تو آمریکا، خب دو تا زبان بلد بود، یکی فارسی یکی آلمانی. یه دو هفته‌ای که رفت مدرسه صدای ما زدن، گفتن که آقا بیا اینجا. ما هم بلند شدیم رفتیم، گفتن که پسرتون حرف بد زده. گفتیم چی گفته؟ گفتن به یکی دیگه گفته اف یو. گفتیم اف یو یعنی چی؟ گفتن این فوش بدیه. گفتم خب من که بلد نیستم، خانمم هم که بلد نیست، اینو تو تلویزیون میگن؟ گفت نه. گفتم خب اگه تو تلویزیون نمیگن، پسر من یا با شماست یا با ما با تلویزیون. دبیر معلمه یه نگاهی به چیز کرد، به من گفت شما شغل چیه؟ گفتم من دبیر بودم، مثل شما معلم بودم. گفت ما از شما عذر میخوام، شما درست میگی. گفتم بابا بچه های دیگه گفتن این یاد گرفته، شما تو کلاستون تو مدرسه‌تون کنترل نداری. اینم از این ماجرا. خب دیوان از خاموشی با تمام اشکهایم، شرمتان باد ای خداوندان قدرت، بس کنید بس کنید از این همه ظلم و قساوت، بس کنید ای نگهبانان آزادی نگهداران صلح، ای جهان را لطفتان تا قعر دوزد، ای جهان را لطفتان تا قعر دوزخ رهنمون، سرب داغ است این که میبارید، سرب داغ است این که میبارید بر دلهای مردم، سرب داغ. من نفهمیدم نگهبانان آزادی و نگهداران سرب، اینها سرب داغ. آقای مشیری روانش شاد، ولی من این شعره را اگه اون موقع دیده بودم و اینها، هر جوری شده یه تماسی با ایشون میگرفتن. یه بار دیگه من این رو میخونم، نوشته ای نگهبانان آزادی نگهداران صلح، ای جهان را لطفتان تا قعر دوزخ رهنمون، سرب داغ است این که میبارید بر دلهای مردم، سرب داغ موج خون است این که میرانید بر آن کشتی خودکامگی، موج خون گر نکورید و نکر، گر مسلسلهایتان یک لحظه ساکت میشوند، بشنوید و بنگرید، بشنوید این وای مادرهای جان آزرده است که در این شبهای وحشت سوگواری میکنند، بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرده است که ستمهای شما هر گوشه زاری میکنند، بنگرید این کشتزاران را که مزدورانتان روز و شب با خون مردم آبیاری می کنند، بنگرید این خلق عالم را که دندان بر جگر بیدادتان را بردباری می کنند، دست ها از دستتان ای سنگ چشمان بر خداست، گرچه می دانم آنچه بیداری ندارد خواب مرگ بیگناهان است وجدان شما. این شعره یا تو فارسی که اینجوری نوشتیمش کپی و پیست کردیم، دوباره ریخته به هم، با تمام اشکهایم باز نومیدانه خواهش میکنم بس کنید فکر مادرهای دلواپس کنید، رحم بر این غنچه های نازک نورس کنید، بس کنید. این که دوستان من میگم نویسنده ها باید نوشته های خودشون رو بخونن و شعرهای خودشون، براتون بهتون بگم یه ماجرایی رو. اصل وارد شدن من به رادیو تلویزیون های ایرانی این شعر گرگ و پیر و گرگ مال فریدون مشیری بود که گرگ ها با هم هستن و ماها جدا، بعد میگه که ما اینو فکر میکردیم خیلی قشنگ میخونیم، یه جا هم پخش کردیم، طلب آقا صدای شما صدای داوودی هست و نمیدونم رادیو و بعدم تلویزیون بمانه. یه وقتی
ویدیو که روی یوتیوب آمد، من این شعر گرگ رو مال فریدون مشیری با صدای خودش با دکلمه خودش شنیدم. از اون روز به خودم قول دادم که دیگه از این غلطا نکنم، شعر آقای فریدون مشیری مخصوصا اون رو نخونم. اینم همینجور، الان شما دیدید این حتی توی املا نوشتنش غلط املایی داشت. چرا؟ یه نفر برداشته با یه پروگرامی از یه جای دیگه نوشته. این روزا که میدونی شما تو تلفنتون حرف میزنید اون فارسی مینویسه، حرف میزنید انگلیسی مینویسه. مثلا قساوت رو من نمیدونم با سین نوشته بود، با سین درسته یا با صاد درسته؟ اصلا یکی میگه آقا چرا ما سین داریم، صاد داریم، سه نقطه داریم، همه رو بندازید یه جا راحتمون کنید. خب دوست ما نوشته کاکو جون ای والا زدی بالا دست ما، همان بهتر. آها چرا اینو نوشته؟ بذارید از من شدم مثل خانم نزهت یحیی‌زاده که میگی شما برید از پایین بخونید بیاد بالا. میگم بابا یه دقیقه وقت بذار، پایینی رو بذار بالا، بعدن اینجوری که مردم از بالا بخونن برن پایین. کاکو جون صبحت بخیر. برای کالیفرنیا صبح دیگه، البته اینو دیروز پیروز فرستادم. ایشون پیشنهادی داره برای خاندان پهلوی، نوشته که به خاندان پهلوی بگید اگر میخواهید عاقبت به خیر شوید و مثل شاه و رضا شاه بیچاره گور به گور نشوید، یک دست از ادعای سلطنت بردارید، پولهای بالا کشیده از ملت را که در بانکهای مختلف بلوک شده را بردارید و زندگی آرامی را شروع کنید، دو 5% از پولهای دریافتی رو، بله فقط 5% از پولهای دریافتی رو بنیاد خیریه ایجاد کنید، هم کار ایجاد کرده اید، هم به ملت خدمت کرده اید، هم وجدانتان راحت است، هم با خیال راحت زندگی کرده اید و مانند پادشاه دانمارک که در جنگ دوم از کشور خارج نشد و در کنار ملتش باقی ماند، نامی برای خود باقی خواهید گذاشت. از تاریخ کمی چیز یاد بگیرید، نه اینکه بخواهید به تاریخ چیز یاد دهید. آیا مرگ دو جوان در خانواده شما، مرگ دو جوان ناکام در خانواده شما برایتان کافی نیست؟ این کلمه ناکام دوستان یادتون باشه، قدیما وقتی یه جوانی تصادف میکرد میمرد، مینوشتن جوان ناکام، برای این بود که ازدواج نکرده بود، میگفتن یعنی کام از جهان نگرفته. این روزایی که اینها سالها زن و مرد با هم زندگی میکنن، بچه دارن، دو سه تا بچه دارن که میشناسیم، ماشاءالله لقب پرینس و پرینسس هم بهشون دادن، چند تا بچه داریم که طرف داره دی ان ای میکنه که بابا اینا مال اینا هستن تا نتیجهش پیدا بشه، پس دیگه جوان ناکام نیست. اینا انقدر کام از دنیا گرفتن که دیگه زیادیشون شده، خودشون کشتن. این یک، از پایین به بالا دارم جواب میدم. دومن درست میگی، اتفاقا اینها در تاریخ بیشتر ازشون یاد میشه. خیلی از سلطنت طلبا میگن تاریخ قضاوت خواهد کرد، کاملا درست میگی. همه نگاه میکنن میگن بابا نگاه کنید 57 سال خوردید بردید، آخه بیم انصافا به این ملتم میرسیدید تا ملت اینجوری صداش در نیاد. الان هم قشنگ یه گوشه‌ای لازم نبود قبر رضا شاه در تهران، مثل همون کوروش، مثل داریوش، که البته میگن اون قبر و اینا اصلا دروغه، هیچی داخلش نیست، 4 تا سنگ برای خودتون اقلا داشت. شما 2 تا اشکال بزرگ داری. اولیش این که خودت با اینا تماس گرفتی، با دفترشون صحبت کردی، نه رو بهت گفتن، دوباره ما رو میفرستی خواستگاری، میخوای ما رو سنگ چی میگفتن؟ سنگ رو یخ؟ یخ روز چه؟ یادمون رفت، واقعا دیگه فارسی هم یادمون رفت. اینها دست از ادعای سلطنت بر نمیدارن. دلیلش رو اگر آقای احمد علی مسعود انصاری وقت کنه بیاد یه برنامه دیگه میذاریم که یک مروری باشه. شنیدم که یک تراستی هست، تراست به فارسی من نمیدونم، یه پولی گذاشته شاه یه جایی، دیده مثلا بچهش حال نداره یا خودش هم حال نداشته، گفته که اینجوری میکنم. اینی که الان 2-3 نفر، یکی بچه برادرش، یکی دیگه است، میگه من بزرگترم و فلان، اینا دنبال این سلطنت هستن، بابا کسی کاری به ایران نداره، برای اون پول است.
یه جا شنیدم 22 میلیارد. چون اینها دروغگو هستن حقیقتش رو من نمیدونم. اینم از برای پول. ولی از این که اینا برن پولای بلوک شده رو بگیرن، اینا تا جایی که میتونستن اون پولا رو گرفتن. اگر پولی باقی مونده، پولایی که اینا نتونستن بگیرن، هرچی از اون پولایی که گرفتن برای ایرانی ها 5% خرج کردن، حالا شما بشین امیدوار باش تا 5% از این پولا بگیرن، انجمن خیریه درست کنن. اگر به امید شام منزل همسایه بشینی، سر گرسنه زمین میذاری. ولی اگه برنشی بری توی دیگ نونی یا توی یخچال نگاه کنی، یه چیز تعمونده میگفتن لفت اووری پیدا کنی بخوری، اقلا از گشنگی دل درد نمیخوابی. با امید همسایه نشین، اینا همسایه هست. خب ممنونم. جاسوسان فعال جمهوری اسلامی در اتریش بالغ بر 100 نفر است. دوستان خوشتون میاد وقتی که من میگم ما ایرانی ها واقعا هنرمند هستیم؟ خیلی کارمون درسته. اینقدر کارمون درسته که روزنامه اتریشی دپرسه لابد، یعنی دپرس مثلا، نه دپرس افسرده، پرس لابد، نمیدونم، چون این اتریشیه، اتریشی ها یه جوری مثل آقای آرنولد شوارزنگر صحبت میکنن. استالویستا. اوکی. جاسوسان فعال جمهوری اسلامی در اتریش بالغ بر 100 نفر است. روزنامه اتریشی دیپرسه در قسمتی از این گزارش نوشت کارشناسان امنیتی میگویند که در اتریش بیش از 100 نفر برای سرویس های مخفی جمهوری اسلامی کار میکنند و یا با آن همکاری دارند. وظیفه آنها برخلاف آنچه در گزارش کنگره آمریکا میتوان خواند، تنها زیر نظر گرفتن مخالفان تبعیدی یا اعمال فشار بر آنها نیست، بلکه مدارکی به دست آمده که آنها در این زمینه دور زدن تحریم ها و پولشویی هم فعال هستند روزنامه اتریشی گزارش می‌دهد که وین از جاسوسان جمهوری اسلامی پر شده است. برخی از این جاسوسان ایرانی و برخی از آنها اتباع کشورهای دیگر هستند. کنگره آمریکا قبلا تعداد جاسوسان رژیم تهران در اتریش را حدود 100 نفر اعلام کرده بود. به گزارش رادیو آلمان، گزارش 64 صفحه‌ای کتابخانه تحقیقاتی کنگره آمریکا در سال 2013 انتشار یافت، بخش کوچکی از این گزارش. خب از اینکه جاسوس در تمام دنیا هست، بوده و هست و خواهد بود، هیچ حرفی درش نیست. همین الان برید نگاه کنید، یا توی یوتیوب و اینها، یا توی تلویزیونتون اگر از اینا یکی نگه میداره، به قول دوستمون سمارت تیوی هست، آقای محسن نادری نژاد میگه به قول تهرانی ها، اگر سمارت تیوی هست تایپ کنید دیکلاسیفاید. کلاسیفاید یعنی محرمانه، دیکلاسیفاید یعنی اسرار محرمانه ای که دیگه امروز محرمانه نیست و میتونید نگاش کنید، مسئله نیست. ببینید خود آمریکا چی کار میکنه، چی کار کرده در سالهای گذشته. همین الان که صحبت میکنیم یه فیلمی از جمعه تا حالا آمده توی سینماها که من سب میکنم اینایی که خیلی دلشون میخواد همون روز اول برن ببینن و اینها برن، سینما هم خلوتتر میشه، سه شنبه هم بلیط ارزونه، خانمم تا موه سفید اونو یعنی یه دلار دیگه به اون تخفیف میده. خلاصه خلوت که باشه سینما، میری اون بالای بالا و دیگه نه پاپکورن کسی پشت سرت میخوره، اینا از اولی که میان صدای پاپکورن و هخن. فیلم اسنودن، این آقایی که سال 2013 سه چهار سال پیش آمد و به مردم آمریکا گفت که صبر کنید، من 5 سال صبر کردم که اوباما این کارهای خلافی رو که جورج بوش شروع کرده بود تموم کنه، ولی دیدم نه، بدتر شده. و تنها اشتباهی که میگن کرده اینه که به اصطلاح سلسله مراتب رو رعایت نکرده. ولی خب سلسله مراتب رو شما اگه میخواین بپرسید، از آقای آریانپور بپرسید. آقای آریانپور میگه به هر کسی بالا دستم رفتم گزارش دادم که آقا اون یکی داره دزدی میکنه، دیدم اینم شریک دزد. حتی به آخریش آقای شاه هم که رفتم گزارش دادم، بعد معلوم شدن که شاه هم با طوفانیان و اینها کمیسیون میخوردن. با اولتون میشه شاه مملکت حقوق میگیره، این هم کار میکنه، فقط 15 روز میده سوئد
میره سوئیس برای وقت بازی، ولی میاد کمیسیون میگیره. شما کجای دنیا دیدید که یه نفر استخدام کردید مدیر شرکتتون باشه، این مدیر بره از طرف وقتی چی میخره بهش بگی ببین این چیز 18 تومانی رو به من بده 20 تومن، بعدن اون 2 دلاری که اضافه خوردی 1 دلارش ببر خونه خودت، 1 دلارش هم بده من. تومن گفتم شد دلار، تومن دلار هرچی. شما میدونید کمیسیون یعنی چی؟ فکر کنم یه همین چیزی که تو ایران الان بهش میگن رانتخاری. البته این کلمه رانت رو یه نفر گفت آقا این رنت توی ایران هر چیزی رو برمی‌دارن عوض میکنن، غلط ازش میگیرن، به اصطلاح استفاده میکنن و الی آخر. در صورت اینم ماجرای جاسوسان، آقا تحریم‌ها رو بردارید تا این جاسوسان از بین بره. میگه فروغ فرخزاد، اگر مستضعفی دیدی ولی از نان امروزت، به او چیزی نبخشیدی به انسان بودنت شک کن. اگر چادر به سر داری ولی از زیر آن چادر به یک دیوانه خندیدی به انسان بودنت شک کن. حالا اگه بی چادر باشی به اون دیوانه بخندی مشکل نیست؟ یا این شاعر که به تنگ آید مجبورن که شعرها رو اینجوری ردیف کنه. اگر قاری قرآنی ولی در درک آیاتش دوچار شک و تردیدی به انسان بودنت شک کن. اگر گفتی خدا ترسی ولی از ترس اموالت تمام شب نخوابیدی به انسان بودنت شک کن. اگر هر ساله در حجی ولی از حال هم نوعت سؤالی هم نپرسیدی به انسان بودنت شک کن. اگر مرگ کسی دیدی ولی قدر سری سوزن زجای خود نجنبیدی به انسان بودنت شک کن. ممنونم. اینم علی شیرازی همین الان فرستاده. فکر کنم ما گفتیم ما بلد نیستیم درست دکلمه کنیم، این میخواد ما رو اذیت کنه. خدایا این همشهریای گلو از ما نگیر. دوستان حمایت فراموشتون نشه. ما یه سری داشتیم که دیگه ما 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار، 100 دلار، 50 دلار ماهانه کمک میکردن. اینا هر وقت تابستون میاد میرن مسافرت و میاد، مثل بچه‌ها که تعطیلی عید میرفتن وقتی برمیگشتن اصلا یادشون هم نبود که تو معلمشونی، درس که یادشون رفته بود هیچی، اینا هم اینجوری میشن. در هر صورت حمایت از تلویزیون مردم یادتون نره. اگر شما باور دارید که تلویزیون مردم به وسیله آخوندا پول بهش میدن میاد برنامه میذاره که شما رو سرگرم کنه، پس ببینید شما افتادید تو دام آخوندا، برید یه جای دیگه یه چیزی یاد بگیرید. اگه باور دارید اونایی که اینجوری میگن یا فکر میکنن آدم های احمقی هم و یه تلویزیون مستقلیه که هر کسی از چپ چپ، راست راست، بالای بالا، پایین پایین، شرقی غربی میتونه بیاد صحبت کنه، خب حمایت کنید دیگه. ضمناً برنامه های آقای محسن نادری نژاد چرا زنین احتیاج به سپورت داره. من اتفاقا ایشون از مرخصی که برگرده، الان نمیخواستم مرخصی رو به دهنش خراب کنم، میخوام بهش بگم که قرار ما 4 هفته بود که 4 تا، الان 2 هفته ششمه، 4 تا برنامه شما رو بذاریم، دوستان با شما تماس بگیرن یا شما برید آگهی بگیرید. و ما اینجوری نمیتونیم کار کنیم دوستان، تعارف نداریم. من نه اینم که بگم قربونت برم فدات بشم وقتی رفتی پشت سرت فوشت بدم. ما اینجا خیلی قشنگ گفتیم آقا این کارو میخوای انجام بدی 10 دلار، این کارو میخوای انجام بدی 20 دلار. البته یادش بخیر شایان کاویانی گفت آقا شما مثال میزنی میگی تلویزیون مردم مثل مکدونالد، ولی وقتی آدم میاد اوردر میده و اینها میره میبینه از چلو کبابی بیشتر پول داده، هنوزم گرسنه است. البته ایشون کم لطفی کرد، خودش هم پول خودش نداد. اون موقع این آقای امیر چی بود؟ دیوانه نشده بود، این معتاد الکل و اینا از دیوانه شده، یادم رفت فامیلی شد، فامیل یکی از زنای رضاخان چی بوده؟ اصلا یه آدمی بود طرفدار پادشاهی، برنامه میذاشت، کنیاک میخورد، سیگار میکشید، حرف میزد و اینها. و اون مثلا 500 دلار آقای شایان کاویانی بدهکار بود، به من گفت که این چند بده کاره، من میخوام بدم. گفت اگه شما میخوای بدی 250 دلار، نصفش داد. ما هم گفتیم بابا برو دنبال کار زندگی. خب
تا کجا خوندیم؟ جملات انرژی بخش خوندیم. لزوم مبارزه قدرتمند نهاد ملی دروغ و توهین به درک و شعور ملی، همه خانم نزهت دیوانه بود. ببخشید نزهت یحیی‌زاده، فرقی هم نمی‌کنه، اونایی که میشناسنش من بگم یحیی‌زاده هم اونا میدونن دیوانه است. خب بله، جاسوسان فعالم براتون خوندم. حالا بریم ببینیم که میدونید که بعد از المپیک معمولی نوبت به المپیک افرادی میفته که معلول، تو ایران میگن معلول، اینجا میگن دیسیبل، در صورت اونها هست و نمیدونم یه دوچرخ سوار ایرانی گویا بیچاره تصادف کرده تو یا چیز اینها کشته شده. همین توی رستوران هم چند مدت پیش یه دوچرخ سوار مال یه جای دیگه بود کشته شده بود و امروز یا دیروز بود توی چیز روزنامه های ایران نوشته بودن که آقای فلانی از خط پایان گذشت. بعضی وقتا چیزایی که می‌نویسن خوبه، بعضی وقتا چیزایی که می‌نویسن یک کمی بده. فوت بهمن گلبارنژاد به دلیل سانحه در دوچرخ سواری پارا المپیک. مسکه الان المپیک حتی میگم که برای حیوانا هم گذاشتن، شنیدم برای سگی که مثلا شنا میکنه، سگی که شیرجه میره، سگی که پرش میکنه، از این ماجراها. در صورت یک صحنه بدی از عکسایی که این بنده خدا تصادف کرده دوستمون پتیک فرستاده، نوشته، البته اون بالاش که ویت لاس و اینا تبلیغه، ولی اینجا نوشته که بله بنده خدا تصادف کرده، این کنار میبینید، این خورده به کرب یا به این چیزای سیمانی کنار جاده، اینجا با سر خورده. حالا با وجودی که چیز داشته، کلا داشته، احتمالاً گردنش شکسته و اینم یکی از ماجراهایی هست که ورزش خوبه ولی خب بعضی وقتا هم چون سرعت زیاده و اینها یه اشکالای اینجوری هم داره. روان شاد و یادش گرامی باد. خب من همیشه توی برنامه هام از نایاک تعریف کردم و با یادتون باشه دوستان، تلویزیون مردم اولین تلویزیونی بود که با آقای سیامک ستوده کتاب زن در اسلام مصاحبه کرد که هیچ تلویزیونی اون موقع جرأت نداشت. تلویزیون مردم اولین، ببخشید من دارم با روی صندلی جابجا میشم، پام خواب رفت. تلویزیون مردم اولین تلویزیونی بود که با آقای سریتا پارسی که اون موقع جوانی بیش نبود مصاحبه کرد و بهشون امکان داد که اینها بیان بگن دارن چه کار میکنن. این گروه نیاک که اولی که شروع کردن اتفاقا با آقای هوشنگ امیر احمدی هم بودن اگه اشتباه نکنم، بعد اون رفت راه خودش، اینا هم رفتن راه خودش. این گروه نیاک آمده گفته بابا ما اگر آمریکایی‌ها پدرسوخته هستن پس ما باید بریم درس پدرسوختگی بخونیم، اگر آمریکا و مجلسش سیاست مدارن پس ما باید بریم سیاست بخونیم. رفتن خوندن و به نظر من خوب عمل کردن آمدن. حالا اونایی که مخالفشونن میگن اینا مال جمهوری اسلامی هن، اونایی که موافقشونن میگن که آقا اینها پیرو دیپلماسی یا گفتگوهای دوستانه بین کشورها هستن و دنبال جنگ نیستن. به آقای حسن دایی الاسلام تسلیت میگم که بعد از این همه پول خرج کردن، آقای دایی الاسلام برو الان ببین که توی به اصطلاح وایت هاوس یکی از همین افراد نیاک، اون خانمه که فکر کنم بالاترین مشاورم هست اگه اشتباه نکنیم. و اما برگردیم به نیاک. نیاک نوشته که meet one of President Obama key foreign policy advisor، یکی از افراد مهم در روابط امور خارجه مشاور آقای اوباما، این آقای بن رادز هست. بعد این پایین‌تر one of Hillary Clinton's senior advisor آقای فیلیپ گوردون هست، and one of the strongest supporter of the Iran deal in Congress Republican Jared Huffman. اینها گویا همشون تو این برنامه‌ای که هفته آینده، بله درست میگم، امروز اگر 19مه، بله بله همین شنبه، یک شنبه، دو شنبه، من هم به احتمال 99% اونجا خواهم بود، هستن و اینجا هم تبلیغش روی مردم tv.com هست، تبلیغش توی
پلیلیست مردم هم ما نشون میدیم و اینجا نوشته، این برای من که فرستادن نوشته بودن 7 days فکر کنم این دیروز بود، امروز احتمالاً 6 روز، حالا 6 روز 5 روز دیگه تاریخ داره، سپتامبر 24 سپتامبر نوشته نایک لیدرشپ کانفرنس، این بیاین حتما اونجا صحبت کنید، حتی اگه مخالف هستیم بیاین ببینید اینا جایگاهشون چیه، آدرس هم داده تماس بگیرید، اگر مشکلی داشتید با من تماس بگیرید من راهنماییتون میکنم. وای به حال شما که من بخوام راهنماییتون کنم دیگه، بیچاره شما. خب گفت البته واقعا اینو درباره عمر و عثمان میگفتن که غلط هم بود، ولی به اینجا میرسه که کوری اساکش کور دیگر شود و اما اینجا نوشتم تبلیغ بیده فراموش نشود. آقای یزدان خداوندلو الان برنامهاش میرین قشنگ چک گرفته، جون گرفته، کار شدیف، اون موقع کتاب که میخواست میگفت برم کتابه رو بیارم، حالا قشنگ دیگه کتاباشو آماده میذاره، مطالبشو میگه. من وقت داشتم اینو میذاشتم اینجا یادم اومد به آقای خداوندلو. این سرویس بهداشتیه، من نمیدونم چی بهش بگیم جدیدن، آفتابه یه که دیگه نمیخواد بری حالا لب حوض آفتابه پر کنی، تو بارون تو گرما بری بیار، از همون شیری که رفته آب بغل تانک دستشوی یا توالتتون هست به این قشنگی درستش کرده. چون اینا وقتی شروع کردن بعضیا که روزای اول اومدن رفتن یه شلنگ خریدن، بعد بچهش بازیگوش بود میره باز میکرد آپارتمانی میدید همسایه پایینش آب برده، میمدن گفتن آقا این چیه، میگه این آفتابه است، آفتابه چیه، حالا بیا درست کن. این یه چیز خیلی خوب و شیک و قشنگیه و همینجوری که میبینید دوباره 6 تا از اینو دوست ما برامون فرستاده، ممنونم. اون 10 تا رو ما دادیم، 8 تا شد تونستیم بفروشیم، 2 تاش هم به اصطلاح کادو دادیم، ولی این دوباره الان 6 تا داریم و این جالبی و قشنگیش اینه که اولا همه چی میاد باهاش، شما لازم نیست برید هیچ چیزی بخرید، واشر نمیدونم لوله استیلش فلان اینا همه چی باهاش میاد، عکسش نمیدونم کجا هست، حالا بهتون تو تبلیغش الان بهتون نشون میدم. و به این صورته که این قطعه به این قشنگی تازه توی این قطعه مقواییست برای پست کردنش که این قطعه صدمه نبینه و خراب نشه، به نظر من چیز قشنگیه حتی برای کادو. حالا نمیدونم شما مثلا به دوستتون، من به دوستم کادو دادم گفتم حالا نگه آقا این چه کادویی، حالا دیگه تو توالت یادتون میفتن، ولی بعضیا میگه آقا حالا که من اینو پیدا کردم تمیزه خوبه آب نمیریزه کثیف نمیکنه، خب به دوستم هم بگم شاید اون خبر نداشته باشه. خیلی چیز جالبیه، ببینید اینجوری قشنگ بسته میشه اون زیر. الان تبلیغش رو بهتون نشون میدم و اگر خواستید دوستان، من نمیدونم شما ممکنه اینو تو تلویزیون دیده باشید یه جای دیده باشید، $200 $100 بتونید روی اینترنت و اینا $50 $40 هم پیدا کنید، ولی راه و روش تلویزیونای آمریکایی اینه که یه سی دی رو که شما میتونی بخرید $10، الان دیگه سی دی اصلا نمیفروشن، میاد میگه این $80، اون وقت کسی مثل آقای محسن نادری نژاد نمیاد بگه آقا وظیفت اینه که بدی $2، آقا تو برو بخر $2، تو برو بخر $10 مجانی بده به مردم، برای دیگران وظیفه تعیین نکنی، خدمت میکنی خدمت تو مردم بگو اونا هم تشویق کن، در اصل رسم اینه. اینو مثلا $8 میگن $72 مای $6 یا اینجوری. حالا این که هرچی قیمت شه که من نمیدونم، این اگر یه نفر یکیشو میخواد اینجا نوشتم $75 تا $100 بده که ما حداقل به رفتن پستخونه و پست کردنش اینا بیارزه. اگه یکی میگه آقا من فامیل بزرگی هستم یا یه فروشگاه دارم، فروشگاه ماشین داری، فروشگاه قالی داری، یه چیزی داری میخوای گیفت بدی، حالا چه کریسمس چه یه کسی که یه خریده از بزرگاز میکنه، 6 تاشو اگه خواستین چه میدونم 6 تا $50 $300 بدی، 2 تاشو اینجا نوشتم $140 بدی، نمیدونم 3 تاشو نوشتم $200 بدی، در واقع هم حسابایی که میکنیم درست نیست. در هر صورت گفت از شما دادن از ما انداختن، این شعر رو براتون خوندم دیگه، نه هر که پولی داد عکسی انداختیم، از شما دادن از ما انداختن. اگر جنبه شوخی دارید اینم برای شوخیه، اگرم ندارید برید تلویزیونایی که خیلی جدی هستن نگاه کنید. تبلیغ بیده فراموش نشود، من اینو بهتون نشون میدم، امیدوارم حالا بعدن یوتیوب یقمونو نگیره بگه آقا این مال ما بود، بابا دیگه بیده سرویس بهداشتی، این میشه پابلیک، بهش میگن فیر یوزج،
نگاه کنیم برگردیم یه دقیقه است. The new BioBidet BB70 Simplet from BidetKing.com is the highest quality cold water bidet attachment on the market today. With several new upgrades over the previous BB50 model, the BB70 is built for reliability and ease of use. Its durable ABS plastic body uses a simple cold water only design with a single rear wash nozzle. The BB70 now features all metal connections from the water source to the bidet. This includes a universal brass T-valve, a braided metal supply hose, a metal inlet connection beneath the unit, and an upgraded silver brass valve for superior flow control. The BB70 is installed underneath your existing toilet seat and is compatible with virtually any residential toilet except one-piece toilets with a French curve. Since it only uses cold water, installation is a breeze and usually only takes about 15 minutes. While it may look similar to other products on the market, the BB70 sets itself apart with some upgraded features. The spring-loaded wash nozzle stays retracted behind a splash guard but not in use. Once activated, water pressure pushes the nozzle out to begin cleansing. This nozzle is also removable for easy cleaning and replacement. Water spray pressure is controlled by a simple turn knob that clicks with each step. Unlike its cheaper competitors, the BioBidet BB70 uses a silver brass flow valve for precise control and durability. Here, we see the BioBidet BB70 in action. Turn the control knob and water will begin spraying through the end of the nozzle. Notice how the nozzle stays out of the way, but the water stream is smartly angled up toward your rear. Turn the knob back to off, and the nozzle will retract. همه با هم به سوی خدا، حالا همه با هم بیاین اینجا. دوستان اگر اونا رو خواستید 6 تاش موجود هست، اگر 6 تاشو بخرید کادو بدین به اینا، اون راحته دیگه، من یه بار میرم پستخونه همه رو براتون میفرستم. اگر یکیشو خواستید بین 75 تا 100 دلار، چه میدونم اونجا اون وقتا یادتون نمیگه قرآن فروشی نیست، هدیه است. حالا ما نمیخوام اینو با قرآن تشبیه کنیم، ولی این چیزی نیست که فروشی باشه، این یه کادویه که ما میدیم که شما بگی بابا این تلویزیون مردم که اینقدر باعث شد من دیر برم توالت، حالا یه چیزی به من فروخ که تو توالت هم یادش باشه. ضمناً تو توالت هم یه روزا دیگه با تلفنتون میتونید گوش بدید، تلفن رو بزنید و بذارید تو گوشتون برید توالت. تو روی توالت دوستان زیاد نشینید. میگن این آمریکایی‌ها که یک سومشون بواسیر دارن، مال این که مجله و روزنامه رو اونجا میخونن. ضمناً پریشب با آقای سعید کاووسی بودم و یک چیزی رو به من نشون داد، حتما شما همتون دیدین، که میگن روش صحیح به اصطلاح رفتن به دستشویی، میگن اینی که میشینین روی این مثل صندلی خوب نیست، رودتون خالی نمیشه. جان وین وقتی که فوت شده بود 22 پوند یعنی 11 حالا 11 یا 10 کیلو مدفوع تو رودش بوده. خب معلومه که اینا سرطان روده میگیرن، ولی ایرانی ها ماشاءالله هر کدومش بیاری آزمایش کنی تو رودش هیچی به قول معروف گوه وجود نداره. سعید کاووسی گفت حالا فهمیدیم چرا این کشور ما بهش گوه زده شده، چون هممون بلدیم به روش صحیح، به روش صحیح بریم توالت و خالیش کنیم روی کشور. اینم از این. خب ببینیم که خیلی مینویستید شما. اوکی من بیام اینجا، امروز ساعت 3:33 دقیقه است و نیاکم براتون خوندم، حالا برم ببینم دنبال چی میگردم. آهان، پیام آقای سعیدی رو قرار بود توضیح بدم که خوب شد نوبتش رسید. ببینیم اوکی. دارم صدای خودم رو از تلویزیون مردم میشنوم، اجازه بدید خاموشش کنم، یه دونه بلنگو هم بدم به این دوستان فیسبوکی که محروم نباشن، اونا ویدیوی ما رو شیر نمی کنن، ولی ما سعی می کنیم که لطفمون رو ازشون دریغ نکنیم. با هم بشنویم
اگر دوستانی برنامه جمعه رو ندیدن، اولا بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید تماشا کنید. مصاحبه داشتیم با آقای تیمسار آریانپور، معنی دیکتاتور و ماجرای خلیج فارس، ماجرای ایران، چرا ایران در زمان این آخوندها بیشتر به نیروی دریایی به اصطلاح تکیه میکنه و اینا. خیلی برنامه جالبیه. سعی میکنم این ویدیو رو تا جمعه هفته آینده به اصطلاح نشون بدم، یعنی این ویدیو برنامه‌ای که مال آقای آریانپور بود مثل یه برنامه مستقل، تا هفته آینده برنامه خودمم که دو روز یه بار، یعنی دو روز نشون میدم و اینا. بشنویم یه بار دیگه صحبت‌های آقای سعیدی رو. اگه نشنیدید، ما اون روز داشتیم صحبت می‌کردیم، ایشون زنگ زد پیام گذاشت و میگم وقتی هم ما کاری نداریم به این دوستان سلطنت طلب یا طرفداران پادشاهی، اونها خودشون اذیت میکنن. بفرمایید. روزی سعیدی هستم، مزاحمت میشم، حالت خوبه؟ امیدوارم که همه چیز خوب باشه براتون. گفتی که سلطنت طلب ها خودشون رو خجالت میکشند، خودشون رو پادشاهی طلب هوادار پادشاهی معرفی میکنن. نه برادر عزیز، اینطور نیستش. دنیا عوض میشه دیگه، همه چیز که در روی پاشنه نمیچرخه. زمانی بود که پهلوی ها اومدن، خب امروز ما میدونیم که باید واقعا چکمه های رضا شاه رو بوسید یا اقدامات فردی محمد رضا شاه رو باید ارج نهاد. اینو فهمیدیم امروز با بلایی که به سرمون اومده، ولی خب امروز دلیل نداره که بخوایم همون روش ادامه پیدا بکنه، چون نمیشه ادامه پیدا بکنه. امروز خب مردم تغییراتی ایجاد شده در ذهنیتشون و اون سیستم قبلی حکومت فردی دیگه کار نمی کنه. دوست عزیز، به این دلیله که من یا کسان دیگه به پادشاهی برای ایران فکر میکنیم، اونم پادشاهی به شکل منطقی و درست امروزیش، و الا دوران پهلوی های دوران شکوفایی برای ایران بود که مردم ایران قابلیت جذب اون رو، فهم اون رو نداشتند، متوجه نشدند که چه شرایط طلایی برای کشور به وجود اومده. یه حکومت ملی بود، یه حکومتی بود که به منافع ملی فکر میکرد، تا با یک روش خاصی که اون هم ریشه در مسائل فرهنگی داخل ایران داشت. ما ملت اگر به حال خودمون رها کردن اون پهلوی ها، هرگز شاهد اون پیشرفت ها نمیتونستیم باشیم. آقای سوربی، ما آدم های سازندهی نبودیم. برحال خواستم که جوابی به فرمایش شما داده باشم. قربان شما. چی بگم دوستان؟ چی بگم؟ خودتون با طرز فکر یه طرفدار پادشاهی آشنا شدید. از یه طرف میگه که حکومت خوبی بود، از یه طرف میگه دیگه دوران این حکومت تک نفره یعنی دیکتاتوری گذشته، از یه طرف توهین میکنه به مردم، میگه ما مردم لیاقت نداشتیم، از یه طرف همینا ادعا میکنن که زمان شاه ما ایرانی ها هر جا میرفتیم پاسپورت اونو میذاشتیم. من که گیج شدم. شما میتونید صحبتای ایشون رو به فارسی ترجمه کنید برای من؟ خب بیاین توی دنیای حقیقی. حجاب در هفته مد نیویورک، بی بی سی پرژن یا بی بی سی فارسی، حجاب در هفته مد نیویورک رو خبر داده. میدونید که هفته پیش اینجا مثل چی بگم، سالن مد و اینها میان نمایش میدن توی چیز، به این صورت هم هست که اونایی که لباسی میسازن و میفروشن و اینها میان اونجا، این میسیس و اونای دیگه هم خریداراشون رو میفروشن اونجا. اینجا میگن بایرز، نمیدونم به فارسی چی میگن، کسایی که مسئول خرید هستن. حالا دیگه اینا خریدا، اینا مثل خرید توپ و تفنگ کمیشن بگیرن نمیدونم، ولی میسیس مثلا یا بلوم، نمیدونم چی اسم شما بگی، من بلد نیستم این فروشگاه رو. یه کسایی رو دارن شغل اینها خریده، مثلا میره اونجا نگاه میکنه، میبینه این لباسه با مشتریای میسیس جور در میاد، مثلا هزار دستشو میخره. اینا باید یه نمایشگاهی باشه، نمایش بدن مدلای جدید. بعد یه جوری هم هست
مدل های اونا هم مثل ماشین ها که چارگوش میشن گرد میشن، گرد میشن چارگوش میشن، پاچه شلوار ها گشاد میشه تنگ میشه، کوتاه میشن بلند میشن، نمیدونم اینجوری میشه که بلکه شما اینی که پوشیدی الان، شما اگه یه شورتی رو مردونه که سال 1986 من اومدم آمریکا میپوشیدیم مال اون سال، اگه الان بپوشی میگن این گیه چون کوتاه بود و اینها، الان شورتو باید 80 تا جیب داشته باشه، یه چی که میزنیم تو جیبش یادمون میره تو کدوم جیب گذاشتیم، بعد شورتم باید از کونمون حتما بیفته پایین، اگه بستیمش اشکال داره، جوراب که میپوشیم جورابا رو اگه صاف بکشیم بالا که ساقمون هم بپوشونه، مچمون رو بپوشونه، مچ پا میگن چی میگن، دلک پا رو بپوشونه، این اشکال داره، بچه‌مون میاد میگه بابا این چجوری بزن پایین، باید این جوراب اینجوری چروک شده باشه بیاد پایین. بریم حالا نیویورک ببینیم چه خبر بوده. و خانم نزهت یحیی زاده، شما توی این سوراخ‌های تاریکتون نشستید، دلتون خوشه که بله راه حلش رو پیدا کردید، اون وقت ببینید اینا کجا هستن. برای اولین بار هفته مد نیویورک شاهد ارائه مجموعه کارهایی از انیسه حسیبیون یا حسیبون، نمیدونم، طراح مسلمان اندونزیایی بود که در آن تمامی مدل‌ها با حجاب حضور یافتن. اینم عکس مدل‌هاش بود که اومدن، اینم عکس خودشه احتمالاً چون آخر کار اومده. معمولا وقتی مدل‌هاشون میان چی میکنن، بعد طرف خودش میاد، بله خانم انیسه حسیبون یا حسیبون در پایان نمایش کارهایش مورد استقبال حاضران در این هم لباس قرار گرفت، در این شو لباس ببخشید. این طراح اندونزیایی سال پیش وارد دنیای مد شد. ببینید یک ساله از کجا به کجا رسیده. چرا آقای سعیدی دیده آقا بیش از 1 میلیارد مسلمان هست، میگه میخوای حجاب داشته باشی؟ خب من لباس حجابدار بهت میفروشم. شما دوست عزیز 57 سال دو تا پادشاه هی هم میگید مردم رو باسواد کردن، بعد خودتون میگید مردم احمق شدن، مردم بیلیاقت بودن. آخه فکر نمی کنید که شاهان بیلیاقت و کم سواد و ترسو هستن که مردمان بیلیاقت پرورش میدن؟ اگه آقای سعیدی من باش کاری ندارم. نه آقای سعیدی نیست. دوست عزیز برنامه سوربی روی ایر هستیم، بفرمایید اگه میخواین صحبت کنید. جناب سوربی سلام عرض می‌کنم، افشارها هستم قربان. به به دوستان عزیز قربانتون بشم. آقا من الان حدود 3 دقیقه قبل گوشی رو باز کردم، خوشبختانه به فرمایشات حضرت عالی و اون آقایی که سهرها تعاریفی می‌کردن. شما چه شانسی آوردید. اولا می‌خوام تشکر بکنم از برنامه هفته قبل حضرت عالی و آقای عرض کنم که تیمسار که بسیار بسیار آموزنده و مفید بود. در مورد این آقا میخواستم آقای سرگی از حضور شما خواهش بکنم و بعدتون برسونم که چرا این آقایون واقعا توجه نمی کنن به این نکات. چند هزار بار محققین، مورخین، دانشمندان بیان بکنن که آقا جو اصلا این کارا چرا پای شاه میزنن، به شاه چه مربوط، مجلس بوق بود. خب اینا بگن که بله آقا مجلس بوق بود، اگر نخست وزیر عرض کنن دوغ بود، بگن آقا نخست وزیر دوغ بود، هیچی نبود. تا بعد شرارت و رذالت این خانواده به گفته خودشون استنتاج بشه. چرا اینا پای دولت ها نمیذارن که توهین میکنن مردم قدر ندونستن، مردم به علت همین فضولی ها، همین دخالت ها 40 سال اون خبیث خورد نوشید پرنوبازیشو کرد، بگه این کارا رو بگن با اون چه ارتباطی داشت اصلا در حکومت مشروطه مجلس داریم، نخست وزیر داریم، چرا نخست وزیران، چرا مجالس، چرا این مسائل و اینا تحت شاقران. هر پیروزی که اون زمان این خبیث ها به وجود آمد، ما مرهون وزرای خوب و وکلای خوب و خدمتگزاران خوب بودیم. هر شرارتی هم که به وجود آمد از این خبیثات نتیجه شد. چه نمیفهمن اینا رو؟ آقا خیلی واقعا اینا شوت هستن به قول عامیانه وقتی که میگن
شاه مربوط نبوده، ارتباط ندین آقا، من نمیفهمم. اینو خواهش میکنم توضیح بدین، یکم علمای این علم رو بیارید آقا تا صحبت بکنن، تا اینها بفهمن که هیچ ارتباطی نداره پیروزی انگلستان یا ارزم به حضور عقب افتادگی انگلستان چه ارتباطی داره به شاه. الان باید میگن چرا انگلیس رو با ایران مقایسه میکنی، شاه شاه دیگه، اون باید همون عشقش رو باید شاه سلطان حسین اردنی میکرده که به اون چه مربوطه. تا یه چیزی میشن گرد ما مردم قدر ندونست، نه آقا جون، مردم قدر دانستن، قدر خدمتگزارانشون رو دونستن، کیپا هم زدن اینا رو انداختن بیرون. هیچ تارو الان هم هیچ خبری برای اینا نیست، خودشون همین برای دنیا دارن چخچخی میکنند و به روپری میکنن. به مردم ایران توهین نکنن که مردم قدر ندونستن، مردم قدر خدمتگزارانشون رو میدونن و میدانن که اینا چه شیاطینی بودن که به دست کشورهای خارجی بر ما مسلط شدن. البته هر پیروزی بود دست اون کسانی که این مسائل رو ایجاد کردن در نکنه. ممنون از وزرا، ممنون از خادمین اون مملکت. بابا یکم به اینها بگین دوزارشون بیفته. من خیلی واقعا تعجب کردم که چرا اینا تا این سطح نادانند که هیچ ارتباطی این کارها به شاه نداشته، پای شاه نگذارن. شاه 40 سال عشقشه کرد، بعدم زدن تو پاش انداختنش بیرون. رضا شاه هم همینطور، از یک سرجوخیگی و از یک از کنم درجه نمیدونم رضا شستیری افتاد به اون درجه، عشقشو کرد. چرا منت میذارن سر مردم ایران؟ من خیلی واقعا خوشحال شدم از این که به هر حال تونستم این مسئله رو فلحال متوجه بشم و به عرضتون برسونم و مجدد آقای سرگی از حضور شما و آقای تیمسار آریانپور برای برنامه بسیار آموزنده هفته قبلشون سپاس دارم و روی ماختون میبوستم. روستون بخیر. ممنونم، مرسی که توجه میکنید. خواهش میکنم. خیلی ممنون، مرسی. چون آقای افشارها گفتن توضیح بدم، من چشم توضیح میدم. چون اصلا من فکر کردم امروز این پیام آقای سعیدی رو فقط پخش کنم و قضاوت رو به شما بسپارم. این صحبتیه که با آقای رضا پهلوی هم پیش میاد. آقای رضا پهلوی، شما پولای مردم رو که باباتون کش رفته داری میخوری، لذت میبری، خواهرت و برادرت هم خوردن، انقدر خوردن که خودکشی. یعنی چی؟ یه نفر از پرخوری خودکشی میکنه، یه نفر از مواد زیاد اووردوز پرخوری دیگه. حالا چه خوردن از این طرف، چه از طرف نمیدونم دماغ و چه از طرف فلان، خوردید و بردید و از پرخوری هم یکی یکی دارید تلف میشید. اگر یه بدهی دارید میگید آقا به من چه، اون بابام بوده، برو بابامو بگی. ولی اگه بابای شما یه کاری کرده که نکرده، به قولن دارید اینجوری میکنید. آقای سعیدی، شما که میگید ما حکومت پادشاهی میخوایم ولی نه اونجوریش، به ما بگید چینجوریشو میخوام، چه رقمیشو میخوام و چه اشکالی داشت اونجوریش. شما تازه الان با سواد این سلطنت طلب هستی، چهار تا کتاب میخونی. وای به اون بی سواده که فقط دزدی کردن و چون دزدی کردن خب حالا باید کاسلیسی کنن. البته تو آمریکا کاسلیسا بهشون میگن براون نوز. چرا میگن دماغ قهوه‌ای؟ دیگه هممون میدونیم رنگ چه چیزی قهوه‌ای است. و ممنونم آقای افشارها. ببین آقای سعیدی، اگه شما زنگ نزنی اونجوری الکی نگی، آقای افشارها زنگ نمیزنه به اونها بگه خبیث، شرارت، نمیگه با تیپا انداختن. آقا تموم شد، تاریخ گذشت رفت. امروز شما بیا بگو آقا من فکر میکنم که این جمهوری هم خیلی خرج باید بسازید، بعدم انتخابات آمریکا دیگه الان نمونش. ای کاش که مثلا پادشاهی داشته باشیم مثل هم کجا شما گفتی، نمیدونم هلند، دانمارک، کجاست، یه چی فهمیدیم که پادشاهش با دوچرخه میره تو خیابون. پادشاه ما با دوچرخه میمد تو خیابون، برو روز روزش نگاه کن، ماشیناش که هنوز هست، برو نگاه کن. اون بوگاتی نمیدونم که فقط مخصوص این ساخته، بوگاتیه ماشینش چیه، من اصلا نمیدونم اینو. من اصلا برام این چیزای مهم تزئینی مهم نیست. باورتون میشه سالها پیش با یه دوستی کار میکردم، قرار گذاشتیم توی یه شاپینگ سنتر، بعد گفت دم تیفانی میبینمه. گفتم تیفانی چیه؟ فکرم یه کافه چیزیه. یادتونه وقتا تو ایران یه شکلاتی بود، شکلات تافی بود چی بود فکر کردم، یا اونه یا یک
گفت اه تو تیفانی بلد نیستی؟ گفتم نه. گفت بابا پس عجب زن خوبی داری. گفتم چیکار زنم داره؟ گفت جواهر فروشی تیفانی. گفتم بابا زن منم بنده خدا وقتی زن من شده که من بیکار بودم، بعدم من دبیر بودم، بعد ما از دانشجو همدیگه رو میشناختیم، زیر رو همدیگه رو میدونیم، نمیخوام من فیس بدم به اون برم با کردیت کارت براش جواهر بخرم که شب که اون میذارتش کنار آشپزخونه ظرف بشوره یا چی تمیز کنه من بگم خدا یا من الباق بس این فردا از کجا بیارم. هم میشتم زندگی کردیم 40 ساله من یعنی 30 چند سال ازدواج کردم، 40 سال همسرم رو میشناسم. حالا شما هم ببینید زندگی اینایی که پول دارن و خیلی دنبال این انگشتر دنبال اون ماشینن چجور. این خانم سیاه‌پوسته است، اتفاقا عکسش اینجام دارم، خانم ووپی برام عکسی امضا کرده. این یه دوست پسر داشت، دعوا شد با دوست پسر، رفت تو مصاحبه بهش گفتن اینا شما که خیلی خوب بودید چرا دعوا کردین؟ گفت این هر وقت میرفت توالت در توالت رو باز نگه می‌داشت، مردا دیدید بعضی‌هاشون وایساده جیش می‌کنن، میگن هم خوب نیست، میگن باید بنشینید جیش کنید شماره یک هرچ. طرف گفت که خب شما که خونتون بزرگه چند تا توالت دارین؟ گفت 16 تا. ای بی انصاف 16 تا توالت داری؟ این یکیشو درش میذاره بالا تو برو یکی دیگه‌اش، یا بهش میگه آقا برو تو اون 8 تا مال تو 8 تا مال. که بعد طرف خندید، ببخشید اینو میگم ها، گفت من نمیدونم اینا چند تا کون دارن که 16 تا توالت دارن. آخه آقای سعیدی شما نمیتونی بیای یه نفر مسئول خوبی ها که نبوده اصلا، دروغ به خودتون گفتید باورتون شده، باشه ولی مسئول بدی ها نباشه. مگه میشه همچین چیزی؟ یا یه راننده خیلی هم خوب باشه بزنه یه آدمی رو بکشه مستم باشه، وقتی من دادگاه بگی آقا این خیلی آدم خوبیه. من سالها پیش یه اشتباه کردم، اون موقع روز 14 سال 16 سال تو خیابون بودیم رانندگی میکردیم، وقتی رفتم دادگاه حالا خواستم به عنوان دفاعی به چیزی بگم که خب ما دیگه ما زیاد تو خیابون هستیم، خب بالاخره یعنی قانونا ما هم زیادتر تیکت میگیریم. قاضی گفت نه شما که زیاد تو خیابون هستید باید دقتتون بیشتر باشه، کمتر از دیگران. اون میتونه بگه آقا من هفته یه بار میام بیرون، یه شنبه میرم فروشگاه و میام، بلد نیستم، یادم میره، حواسم پرته، ولی تا از صبح تا شب این کارو انجام میدی، تو مسئولی. این کلمه مسئول شما یاد نگرفتید. آقا مسئوله یعنی سوال کننده، ایشون مسئوله به من پاسخ بده. کی جرأت داشت از ایشون سوال کنه؟ هر کسی با سواد بود دانش بود انداختش بیرون. اگه طرف جون سالم در برده بود شانس آورده بود. آخ خجالت بکشیم بابا. من میگم یکی از دلایلی که من از این آخوندا عصبانیم اینه که اگه اینها به قول خودشون عمل کرده بودن شماها جرأت نمیکردین از تو سوراخ بیان بیرون، و اینا دروغ گفتن، اینا بد کردن که شماها دم در آوردید اومدید بیرون. چرا راستی میگن شما دوباره دم در آوردی؟ لابد بعضی حیوانا هست دمش که میچینی دوباره دمش درست میشه. در اصل نمیدونم عزیز من، نکنید این کارو، خودتون رو سبک نکنید، خودتون رو سنگ روی یخ نکنید. یعنی چی؟ ما کسی سنگ روی یخ میذاشته یعنی چی؟ کسی میدونه من بگه. در اصل صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در 5 سال گذشته رسید. دیشب خندم گرفت وقتی که دوباره اینا اومدن اینجا، حالا ماجرای یکی از لوله‌های اصلی آمریکا گویا پاره شده، لیک میکنه و اینا تا بخوام درستش کنن بنزین گرون میشه. گفتم حالا بعدن اینا برمیگردن ایران به مردم میگن نگاه کن ما رفتیم نیویورک بنزینم براتون گرون کردیم و درآمدمون اینقدر زیاد شد. خب ول کنیم حالا دیگه، بنده خدا آقای افشارا اصلا از صداش معلوم بود که عصبانی شده، ناراحت شده. شما آدمای راحت و متین رو هم ناراحت میکنید برای که زور میگید، حرف بی حساب میزنید. خب ما نمیخواستیم امروز چیزی نگیم، ما خودتون اذیت میکنید آقای سعیدی، دیگران. خب بریم سراغ پتیک که لطف کرده برامون یه جوک فرستاده. ایشون نوشته از یک مشهدی پرسیدن، من این جوک رو درباره شیرازی هم شنیدم، از یک مشهدی یا شیرازی پرسیدن کدوم عبادت رو شما بیشتر دوست داری و بیشتر باهاش حال میکنی؟ گفت نماز میت.
گفتن اه نماز میت چرا؟ گفت اولا وضو نمیخوام، رکوع و سجده هم که نداره، صفش هم که دیگه کفشات هم در نمیاری، آدم هم گم، کفشت هم گم نمیره، پس این مشهدی بوده. آخرش هم نهار مدن ازی بهتر چه میخوای. این اصلا کلا به لحجه مشهدی چیز کرده، در اصلا ممنونه. خب میگه که اگه در برنامه وقت موند از آقای آریانپور سوال کن که دریادار به اصطلاح چیه. خب این حالا آقای افشارها میگن ممنون از آقای آریانپور. بابا آقای آریانپور چون آدم صادقی بوده، آدم درستکاری بوده، آدم امینی بوده، آدم وطن پرستی بوده، تو اون رژیم دوام نیاورده، استعفا داده رفته دنبال کارش، آدم موفقی هم بوده. احمقی که وای میسه تو نیرو دریایی چون دزدی کرده میاد به این فحش میده، طرف خودش ناخداه به این فحش میده. آخه ببینید کسی که تشویق نامه یا نامه چیز از شاه داره به خاطر کاری که کرده و برای نیرو دریایی چقدر پول به اصطلاح سیف کرده، چی میشه؟ پسنداز که نمیشه، صرف جویی کرده، خرج علکی نکرد. بله اون روز من پرسیدم از آقای دریادار آریانپور درباره این چیزا، ایشون خندید گفت که الان دیگه این دردی از ما دوا نمیکنه که مثلا سرهنگ کلونل باشه. بعدم دیدید اینجا مثلا یه نفر یه درجه‌ای داره مثل استوارای ایرانه، ولی بهش یه چیز دیگه میگن. اینا تو ترجمه و مرور زمان و اینها عوض شده. اینجا حتی یه چیزی داریم فکر کنم بهش میگن ریر آدمیرال، یه چیزای اینجوری. در اصل من وارد نیستم، ما تو ایران که بودیم، من چون توی نیروی زمینی خدمت کردم، با وجودی که هوابرد بودم، همه فکر میکنن هوابرد جزو نیروی هوایی و اینها، نه نیست. هوابرد یه قسمتی از نیروی زمینیه و رشته مخابرات بودم. ما همون چیزایی که شما بلدی، سرباز رو نمیدونم، سرجوخه و سرگروبان و بعد میمد میشد ستوان و سروان و سرهنگ و نمیدونم تیمسار هم که 4 تا بود و اینا رو یاد گرفته بودیم. بعدم اصلا فکر و ذکرمون این بود که این 2 سال تموم بشه ول کنیم بیایم، که این هم از این ماجرا. خب دوستان عزیز ساعت 3:56 است. از یکایک شما عزیزان ممنونم، متشکرم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و تلویزیون مردم رو این روزا از طریق تلفن مستقیم میتونید گوش بدید، از طریق فیسبوک مستقیم میتونید ببینید، از طریق وبسایت خودمون مستقیم میتونید ببینید. یعنی دیگه هیچ عذری پذیرفته نیست. اگرم یه جایی هستید، کاری دارید، چون هیچ همه کارا واجب‌تر از تماشای تلویزیونه، یعنی تماشای تلویزیون رتبه آخر رو داره. دلیلش هم بهتون گفتم، بچه‌تون از مدرسه میخوای بیاری بهش زنگ نمیزنی بگی بابا وایس تو آفتاب یا تو سرما، چون من دارم سوربی رو نگاه میکنم، میری برمیگردی بعدا سوربی رو نگاه میکنی. تو فاصله 1 ساعت تا 2 ساعت آرشیو ما به اون مرتبی که از سالها داره اینجا، والا نجات پیدا کردم. قبلا آرشیو رو میفرستادم هی به این طرف میگفتم کجا هستی، میگه من تو کوچه هستم، من دارم نهار میخورم، من دارم شام میخورم، برسم خونه فلان. ما تا نصف شب گیر آرشیو بودیم. الان تا به شما گفتم خداحافظ، رفتم اون پلی لیست رو درست کردم، شروع میکنم آرشیو رو میذارمشون اونجا. ممنونم دوستان از یکایک، شما عزیزان لطف کنید حمایت فراموش نشه. ضمناً 6 تا از این بیده، یا اصلا کلمه بیده من تو ایرانی میگم چرا بهش میگن بیده، نگو که این کلمه فرانسویه، از اینا داریم و میتونیم براتون پست کنیم. فقط توی آمریکا، شاید کانادا هم قیمتش خیلی گرون نباشه، توی آمریکا و یعنی آمریکا و آمریکای شمالی که کانادا هست، ولی کشورهای دیگه هم کاستوم باید بری گمرک و اینا هم دردسرش ارزش نداره و اینا رو هم نمیخواین، حمایت فراموش نشه. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. اگر ویدیوهایی رو دوست دارید، گفتم بهتون یه آدمی که ادعا میکرد زرتشتیه ولی معلوم بود یکی از دوستان کلیمیه و این کلیمی هم ببخشید خودشونه و هر رنگی در میارن، بعد گو این ویدیو خوبه، گفتم خب پول بده پخشش کنیم، گفت نه صاحبش اجازه نمیده. گفتم آقا صاحبش هم اول میگه ممنونم از تلویزیونایی که اینو نشون میدن، بعد گفت نه من یه گفتم آقا میدونی چیه، شما اشکال داری سر همون پول دادن، برو این بهانه ها رو نیار، برو اون ور بذار هوا بیاد. دوستان روز روزگارتون خوش، با امید روزهایی
بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.